نامه اول، 12 ژوئن، بهار. خاله اینجی، قبل اینکه کل نامه رو بخونی اول دستتو بذار رو دماغت. آره زود باش، میخوام ببینم دماغت مثل پینوکیو دراز نشده. از وقتی قصهش رو برام تعریف کردی حتی یه دونه دروغ هم نگفتم، اما مطمئنم الان دماغ تو دراز شده. آخه تو به هم دروغ گفتی، یادته؟ به هم گفتی اگه یه روز از زندان خلاص شی منم با خودت میبری، اما نبردی. حتی با هم خداحافظی هم نکردی. کاش بیدارم میکردی، لابد فکر کردی گریه میکنم. خاله من دیگه بزرگ شدم، گریه نمی کنم. صبحی که بی خبر رفتی مامان تو منو دید گریه کرد، ولی من گریه نکردم. حتی وقتی زنا تو حیاط گریه کردن بازم گریه نکردم، فقط از توی حیاط بلند صدات زدم. نمیدونم شنیدی یا نه، فکر کنم نشنیدی چون دیگه در رو بسته بودن. کاش کی زودتر پا شده بودم. اصلا کاش خودت میگفتی قراره بری. اگه میگفتی خودمو جمع میکردم تو چمدونت. یادته یه بار وقت قایم موشک بازی میکردیم یه راز پریدم تو چمدونت، قشنگ جا شدم، اصلا پیدام نکردی. اگه به هم میگفتی قراره آزاد چی الان منم با تو بیرون بودم، هیچکی هم نمیفهمید. دیشب خواب تو دیدم خاله. خواب دیدم دستمو گرفتی رفتیم تو حیاط، با هم بازی میکردیم دنبال بازی. تو میدوید و منم پشت سرت، اما تو زودتر میدویدی. تا میومدم گوشه دیوار گیرت بندازم جست میزدی و در میرفتی، منم بهت نمیرسیدم. بعد یهو بارون اومد، تو بارون بالا پایین پریدیم. تو به هم گفتی بدو باریش، بدو شامپو جدیده رو بردار بیار. منم پریدم و از زیر تختت شامپو تو آوردم، بعد ریختم رو سرمونو باهاش کف درست کردیم. اونقدر همش زدیم که کل بدنمون کفی شد. کفا رو از صورتم کنار زدم و نگات کردم، نمی دیدمت، انگار دیگه نبودی. بلند صدات زدم خاله اینجی کجا رفتی؟ من نمی بینمت. یهو صدام کردی، بیا بریم نزدیک در، بریم در بزنیم. بهت گفتم ولی خانمو کلیدی چی؟ اگه پشت در ببینتمون. نه ترس باریش، نمیبینتمون، هیچکی ما رو نمیبینه، بیا در بزنیم. بعد دوتاییمون محکم در زدیم، اما هیچکی در رو باز نکرد. یهو بارون زیاد شد. بهت گفتم الانه که گیر بیفتیم، بارون همه کفامونو میشوره. تو گفتی میشنوی؟ صدا میاد، صدای کلیداشه. خانمو کلیدی بود، مطمئن بودم. بقیه عمو کلیدی ها که جیبشون صدا نداره، هر کدوم فقط یه دونه کلید دارن، یه کلید برای یه سلول. فقط خانمو کلیدیه که موقع راه رفتن از جیباش جیرینگ جیرینگ صدا میاد. خانمو کلید همه سلولا رو داره. راستی چرا زنا به خانم پیره که مراقب سلول ماست میگن ننه نگهبان؟ آخه مگه ننه ها هم بچه هاشون رو زندونی میکنن؟ به نظرم بهش بگیم خاله کلیدی، چون مثل بقیه عمو کلیدی ها کلید داره. باشه؟ پس صداش میکنم خاله کلیدی. از اسم سرنگهبانم خوشم نمیاد، همون خانمو کلیدی بهتره. میگفتم بعدش تو خوابم خانمو کلیدی پشت در وایستاد و عربده زد. چی میخواییم پشت در؟ کدوم زنی که ای در رو زد؟ زنی که حرف زشتیه، خودت بهم گفتی، اما نمیدونم چرا خانمو کلیدی حرف بد زد. بعد بهش گفتی در رو باز کنید، یه نفر تو سلول حالش به هم خورده. از پایین نگات کردم، کسی حالش بد نشده بود. الکی گفتی، اما اصلا دماغت دراز نشد. زیر گوشت گفتم خاله پس قصه پینوکیو الکی بوده؟ نه باریش، قصه پینوکیو راسته، اما همه دروغا مثل هم نیستن. بعضیاشون از سر مصلحتن، بهشون میگن دروغ مصلحتی.
دروغای مصلحتی گناه ندارن. خب اگه اینجوره منم هر دروغی میگم از سر مصلحته. یهو اخم کردی. نه نیست، بچه نباید دروغ بگه. بچه ها که نمیدونن صلاح و مصلحت چیه. بهت گفتم خب حالا که اینطوریه صبر میکنن تا بزرگ شم، اون وقت با خیال راحت دروغ میگم. همون موقع خانم و کلیدی در حیاتو باز کرد، تو ما رو دید جا خورد، ما هم بلند داد زدیم، پخ، بیچاره جا به جا افتاد. خیلی خندیدیم، بعدش دویدیم بیرون. بارون زیادتر شد، کم کم کفامونو پاک میکرد. یهو دماغ زد بیرون. بهت گفتم دیدی خاله، حتی دروغای مصلحتی هم دماغ آدمو دراز میکنه. لابود الانم که ناممو میخونی دماغ دراز شده. از کنار سلولای دیگه دویدیم، هنوز روی بدنمون کف بود. عمو کلیدیا تا میدیدنمون جیغ میکشیدن و میافتادن. همین که دماغ درازت بیرون زد یکیشون داد زد روح نیستن، زندونیان، بگیریدشون. به همون گفت زندونی، ولی آخه چرا؟ من که زندونی نیستم، فقط کسی رو بیرون ندارم. چون مامانم زندونه، منم تو زندون نگه داشتم. اگه بیرون کسی رو داشتم تو زندون نمیموندم. به نظرت اگه بهشون بگم جورابامو خودم پام میکنم، اون وقت باورشون میشه بزرگ شدم؟ میذارم برم بیرون؟ دلم میخواد وقتی اومدم بیرون اول بیام پیش تو. تو خواب بهت میگفتم اول تو پا تو از زندون بیرون گذاشتی، پس پاهای تو گنده ترن. عمو کلیدی که دم در وایساده بود تا دیدمون خوشگش زد. گمونم فهمید چی هستیم. آخه بارون همه کفامونو شسته بود، فقط کفای روی صورتمون مونده بود. ولی باز تو بهش پخ کردی از ترس افتاد. بعدش از زندون پریدی بیرون، دنبال دویدم و داد زدم خاله اینجی وایسا منم با خودت ببر. نامه دوم، سیوم جوان، اوایل تابستان. خاله اینجی، چرا نامه‌ای که برات فرستادم و جواب ندادی؟ نکنه نامم دستت نرسیده؟ آخه نوین میگفت بعضی از نامه‌ها به در آهنی گیر میکنن، اینجور نامه‌ها هیچ وقت به دست صاحبشون نمیرسن. نکنه نامه منم به در آهنی گیر کرده؟ شایدم از در آهنی رد شده ولی تازه دستت رسیده، چون قبل اینکه نامه‌ها رو بفرستن توی اداره میخوننشون، واسه اینکه ببینن یه وقت حرف خطری تو نامه نزده باشیم. نمیدونم حرف خطری یعنی چی، تو میدونی؟ چند روز پیش خانم و کلیدی اومد تو سلول شما، گفت نهای نوین کیه؟ نوین بلند شد، خانم و کلیدی سرش داد زد زنی که یه دروغگو، پس نامه رو تو نوشتی؟ بگو ببینم از کی بهتون گفتیم زنی که؟ وقتی رفت نوین به هم گفت باید نامه جدیدی برات بنویسم، چون احتمالاً نامه قبلیم هیچ وقت به دستت نمیرسه. نمیدونم چرا همچین حرفی زد، ولی دوباره برات نامه مینویسم. این دفعه حواسم هست حرف خطری نزنم. وقتی نامم رسید قول بده جوابمو بدی. خب؟ دلم برات یه ذره شده خاله. بیرون زندونم آش میپزی؟ خوب شد گفتم آش. چند شب پیش شد دوباره خواب تو دیدم. از وقتی رفتی زیاد خواب تو میبینم، اما خواب آخرم واقعا بامزه بود. خواب دیدم روبروت دیگه بزرگی گذاشته بودی، برای همه آش میپختی. یادته مثل موقعهایی که تو زمستون برامون آش میپختی؟ چه کیفی داشت. به هم میگفتی باریش ته دیگو واسه تو نگه داشتم، بعدش میشستیم و بانون ته دیگو تمیز میکردیم. خاله اگه بیرون ته دیگه آشو برای یه بچه دیگه بذاری از دستت ناراحت میشم. و میگفتم تو خوابم بالای دیگ وایساده بودی، نگات میکردم، با ملاقه آشو هم میزدی.
دل تو دلم نبود، میخواستم زودتر آشو تقسیم کنی تا با هم تهیشو در بیاریم، اما یهو از دور صدای وحشتناکی اومد. همه برگشتیم، در محکم کوبیده میشد. داد زدی؟ زود باش باریش، الانه که درو بشکنن، باید خودمونو قایم کنیم. تو خواب بغلم کردی، اولش فرستادیم زیر میز اما فایده نداشت، با ما معلوم میشد. در گروم گروم صدا میداد، صدا هی بلندتر میشد، انگار هر آن بشکنه. یهو فکری کردی، برمداشی گذاشتیم توی دیگ. گفتی؟ همینجا بمون باریش، صدات هم در نیاد. بعد در دیگو گذاشتی، دویدی تا خودتم قایم شی. خندم گرفت، آخه مثل قایم موشک بازی بود. بلند گفتم بادو قاله اینجی، بادو قایم شو. اولش رفتی توی کمد، اما درش بسته نشد، چشمت افتاد به پنجره، رفتی طرفش، بادو گذاشتی لبه پنجره. در دیگو پرت کردم و داد زدم خاله اینجی تنهام نذار، منم با خودت ببر. یهو از خواب پریدم، خوابمو برای مامان تعریف کردم. فکر میکنی چی گفت؟ گفت وقتی پریدی تو دیگ نسوختی؟ مامان منم حرفایی میزنه ها، خب معلومه قبلش زیر دیگو خاموش کرده بودی، نمیدونم چرا به فکرش نمیرسه. خب دیگه حرفام تموم شد، خدا کنه حرف خطری نزده باشم، آخه میخوام هر جور شده نامم دستت برسه. فردا بابا میاد ملاقاتم، خیلی ذوق دارم. نوین گفت فردا نامتو بفرستیم، چون نامه هایی که روز ملاقات میرن تا روز ملاقات بعدی جوابشون میاد، یعنی تا دو هفته دیگه. ولی به نظر من زیاده، اما عوضش تو یه روز دو تا خبر خوب برام میاد، یکی ملاقات بابام، یکی هم اومدن جواب نامم. پس حتما جواب بده، یادت نره ها. نامه سوم، 14 ژوئیه. امروز اصلا روز خوبی نبود. از آخرین باری که برات نامه نوشتم دقیقا 14 روز گذشته. خودم شمردم، ولی نه خبری از جواب شد، نه حتی بابام اومد ملاقاتمون. یادم یه بار بهم گفتی وقتی آرزوی دارم به پرنده ها بگم. گفتی پرنده ها برام خبرشو میارن. دیروز توی حیات از کفترها خواهش کردم، حتی از پشت میله ها داد زدم، اونقدر بلند داد زدم که همهشون پریدن، اما خبری نشد. امروز پستچی اومده بود، هر کیو نگاه میکرده یه نامه دستش بود، ولی من هرچی منتظر موندم پستچی به ام نامه نداد. نکنه پرنده ها از دستم ناراحتن؟ من که دیگه بهشون سنگ نزدم، فقط همون یه دفعه بود وقتی گفتی خدا رو خوش نمیاد به پرنده ها سنگ بزنی، دیگه نزدیکشونم نرفتم. شاید هنوز از دستم دلخورن، باید یه جوری از دلشون در بیارم. شب یه خورده از غذامو میذارم برای کفترها. امروز مامان گریه کرد، ساعت ملاقات خیلی منتظر بابا موند، لباس قشنگم پوشیده بود اما بابا نیومد. تازگی ها یکی در میون سر میزنه به هم، قبلنا اینطوری نبود، همیشه میومد. مامان هیچ وقت جلوی بقیه گریه نمیکنه، فقط وقتایی که همه خوابن گریه میکنه. بعضی وقتا که گریه میکنه موهای منم خیس میشه، منم الکی چشمامو میبندم، چون اگه بفهمه بیدارم خجالت میکشه. امروز روز ننه کلثوم بود، هم نوه هاش اومده بودن ملاقاتش، هم 3 تا نامه براش رسید. خیلی خوشحال بود، قول داد به همه چای شیرینی بده. موقع ملاقات چند بار میخواست نوه کوچولوشو بغل بگیره اما نگهبانا نذاشتن. تازگی ها رو پنجره ملاقات توری کشیدن، آخه کی قراره از پنجره کوچیک ملاقات رد شه؟ البته قبلنا اون موقع که کوچولو بودم یه بار مامانم من از پنجره فرستاد اونور، داد دست بابام. خیلی خوب یادمه، بابا منو برد بیرون، برام از مغازه نون محلی خرید. وقتی میخواست دوباره من از پنجره بفرسته تو زندان خیلی گریه کردم. مامانم هم دیگه من از پنجره رد نکرد. از وقتی
رو پنجره توری کشیدن، بغلم ممنوع شده. خیلی عجیبه. نمیذارن کسی از زندون بره بیرون، نمیذارن کسی از بیرون بیاد تو. خب یعنی اگه من یه روز بزرگ شم از زندون برم بیرون، دیگه نمیذارن مامانمو بغل کنم؟ نوینم امروز ناراحت بود. پوچی برای نوینم نامه نیورده بود، ولی مثل مامان گریه نکرد، فقط رفت یه گوشه نشست. بهش گفتم چرا نامزدت هیچ وقت نمیاد ملاقاتت؟ تو همیشه باید منتظر نامشی؟ گفت چون نامزدشم مثل ما زندونیه. گفتم مگه چی کار کرده؟ کاری نکرده. و پس برای چی انداختنش زندون؟ اینو که گفتم خلقش تنگ شد. آه بی خیال بچه، برو پی کارت. بعدش رفت تو خودش. همون موقع زینت اومد جلو و زد روشونش. بعد یه نامه از جیبش در آورد. بیا بگیرش، فقط میخواستم اذیتت کنم. فکر کنم چون نوین به زینت گفته بود تو هیچکیو نداری برات نامه بفرسته، زینتم خواسته بود تلافی کنه. خاله اینجی، زینت نمیدونه من بهش میگم ملاقی، اگه بفهمه حتما کفری میشه. خب مگه چیه؟ همیشه دیگه غذا رو خودش تقسیم میکنه. وقتی نوین نامه رو باز کرد کیفش کوک شد. منو صدا کرد و آروم گفت میدونی؟ نامزد من کاری نکرده، فقط آدم ها رو دوست داره، همین. اینجی منظورش چی بود؟ مگه آدم ها رو واسه دوست داشتن میبرن زندون؟ اگه اینجوریه وقتی بزرگ شم دیگه هیچکی رو دوست ندارم، چون دلم نمیخواد دوباره برگردم زندون. دیگه باید برم، صدای ننه کلثوم میاد، انگار چای شیرینی پخش میکنه. شاید یه دونم برای هاجر بگیرم. آخه هاجر خیلی خجالتیه. یه بار که خواستم برای هاجر بیسکویت اضافه بگیرم، یکی از زنا بهم گفت بچه جون خیلی شکم باره شدی. بهش گفتم بیسکویتو برای هاجر میخوام، اما هاجر یه جوری نگام کرد که انگار زنا راست میگن. بد جور هرسن در اومد. به خودم گفتم دیگه برای هاجر هیچی نمیگیرم. اما هاجر بی کس و کاره، کسی براش پول نمیفرسته که چیزی بخره، فقط از سهمی زندون میخوره. وقتی براش بیسکویت اضافه میبرم ذوق میکنه. شاید الانم یه شیرینی دیگه براش بگیرم، اما باید قول بده برام تاب درست کنه. نامه چهارم، 21 ژوئیه. میدونی امروز نوران چی گفت؟ گفت تو عمدن برامون نامه نمی نویسی، چون اگه زیاد نامه بنویسی ممکنه برات گردونن زندان. اینجی تو دوست نداری هیچ وقت بیای پیش ما؟ خب من که نمیگم زیاد نامه بنویس، لااقل یه کوچولو بنویس، مثلا یه خط یا دو تا کلمه. اینجوری فکر نکنم برات گردونن زندون. نامه این دفعه رو نوین برام می نویسه، برای همین نمیشه زیاد طولش بدم، چون نوین باید برای نامزدشم نامه بنویسه. قبلش به نوران گفته بودم برام بنویسه، اما نوران گفت سرش شلوغه و کار داره. دروغ می گفت، چون از اون موقع دراز کشیده زل زده به سقف. وقتی بهش گفتم چرا الکی گفتی کار داری، با اوقات تلخی بهم گفت بچه مگه فکر کردن کار نیست؟ اتفاقا خیلی هم کاره. بعدش با خنده گفت حواست باشه وقتی بزرگ شدی مثل من زیاد فکر نکنی، وگرنه باز میندازنه تو همین بلوفتونی. منظورش چیه؟ مگه برای فکر کردنم آدمو میندازن تو هلوفتونی؟ نامه 5، 28 ژوئیه. امروز کارت پستری که فرستادی دستمون رسید. زنا میگفتن تاریخش مال روزیه که از اینجا رفتی، اما چرا تازه الان رسیده؟ آخه خیلی وقته که رفتی. دیگه حسابش از دست منم در رفته. یکی از زنا کارت پستال رو باز کرد و برامون خوند. کاش لذت آفتاب آزادی را با شما سهیم می شدم.
دور کلمه آفتاب و سهیم شدن و با خودکار قرمز خط کشیده بودن. اونم چندین بار. فکر کنم کسایی که تو اداره زندان کار میکنن معنی کلمه آفتاب و سهیم شدن رو نفهمیدن. آخه کنارش هم علامت سوال گذاشته بودن. عجیبه، چون من که از همه کوچیکترم میدونم معنی آفتاب و سهیم شدن چیه. تازه امروز که خانمو کلیدی کارت تبریک تو میداد گفت انگاری دوستتون دوباره عوض زندون کرده. توی نامش حرفای خطری میزنه. اش بگی نواسشو جمع کنه. آخرش نفهمیدم حرف خطری یعنی چی. مگه افتاب چیز خطرناکیه؟ خودت همیشه میگفتی برید تو حیات زیر آفتاب. میگفتی برامون مفیده. تازه حیات زندون که آفتاب زیادی هم نداره. سهیم شدن مگه همون قسمت کردن نیست؟ مثل غذا دادن به پرنده ها یا بیسکویت گرفتن برای هاجر. خب اون که چیز بدی نیست. پس چرا دورش خط قرمز کشیده بودن؟ اگه سهیم شدن کار بدیه برام بنویس تا تیکه به هاجر بیسکویت ندم. امروز همه از دیدن کارت تبریکت ذوق کردن. ننه کلسون گفت اینجی دختر بامرامیه. بامرام چیز خوبیه؟ چون شنیدم ننه کلسومو سر این که مرام به خرج داده اووردن زندون. انگار به یکی از همسایه ها جا داده. ولی نمیدونم چرا اووردنش زندون. اگه مرام چیز بدیه پس چرا با خنده گفت اینجی بامرامه؟ تازه یه وقتایی میگه قسمت ما رو کشونده زندون. قسمت کیه؟ نکنه اسم خانمو کلیدیه؟ تو میدونستی اسمش قسمته؟ ببین نامه های این سری رو سوین برام نوشته. خودش گفت بیا برات بنویسم. گفت باریش این دفعه نامه هات حتما میرسه دستش. آخه دست من برکت داره. اینو که گفت همه از خنده مردن. آخه سویم سر یه شعر افتاده زندون. نمیدونم چرا ولی لابود شعرشو بد نوشته. بهم گفتن آخر کارت تبریکت از من نوشتی. گفتی باریش هنوز منو یادش میاد یا یادش رفته؟ معلومه که یادم نرفته. من همیشه برات نامه مینویسم. اما انگار به در آهنی گیر میکنه. این دفعه اگه به دستت رسید حتما جوابمو بده. حتی شده توی یه خط. دادت نره ها. نامه ششم 15 اوت. با عرض سلام و ادب خدمت اینجی عزیزم، امیدوارم احوال گرامیتان خوب باشد. اگر حال کوچکتان را جویا باشید خوب هستم. گرچه از وقتی رفته اید دوری و دلتنگی امانم نمی دهد. امیدوارم با فرستادن نامه‌ای ولو یک خط شادی دل کوچکتان را مضاعف کنید. به امید روزی که یک دیگر را این بار در زیر آفتاب بخشش و آزادی عمومی ملاقات کنید. نامم به پایان رسید اما دلتنگیم بی پایان است. شعر کوچکی برایتان ضمیمه نامه کردم. باشد که مقبول دل مهربانتان بودم. دستبوس شما باریش. نامه هفتم 1 سپتامبر. خاله اینجی جونه، انگار نامه قبلیم دستت رسیده. اینقدر خوشحال شدم که نگو. البته من ننوشته بودمش، هاجر نوشته بود. نامه های قبلی هم خودم نمی نوشتم. من می گفتم بقیه می نوشتن. اما این دفعه تو اومدم حرف بزنم، هاجر گفت اینا چیه؟ نامه رو که اینطوری نمی نویسن. اولش باید بنویسی با عرض سلام و ادب. و شروع کرد به نوشتن. موقعی نوشتن بلند بلند میخوند اما من چیزی از حرفاش دستگیرم نشد جز چند تا کلمه.
اما بازم خوشحالم نامه رو خوندی. فکر کنم مشکل از نامه های منه که دستت نمیرسن. امروز رفتم سراغ هاجر که دوباره برام نامه بنویسه، اما نبود، برده بودنش دادگاه. فعلا حکمش نیومده، زنا در موردش حرف میزدن. حالا فهمیدم چرا هاجر بی کس و کاره. زنا میگفتن از خونه فرار کرده، از دست باباش که میخواسته به زور شوهرش بده. میگفتن هاجر زن بدی شده، اما هاجر که آزارش به مورچه هم نمیرسه، حتی برای خودش بیسکویت اضافه هم بر نمیداره. تازه یه وقتی کمکم میکنه برات نامه بنویسم. پس چرا بهش میگن بعد؟ تازه فقط به هاجر نمیگن. یه بار شنیدم میگفتن یه زن بد بابامو با خودش برده، برای همینه که دیگه نمیاد ملاقات. من از دور حرفاشونو میشنیدم، اما تا چشمشون افتاد بهم دیگه حرف نزدم. یه بارم مامانم با صدای بلند بهشون گفت اصلا برن به درک. یه جوری گفت، یعنی مثلا از بابا بدش میاد، اما دروغ میگه. شبا که همه میخوابن دوباره گریه میکنه. یه بار که گریه میکرد چشممو باز کردم و گفتم مگه نگفتی بره به درک؟ پس چرا دوباره گریه میکنی؟ با هرس بهم گفت بقید فضولی نکن بچه. آخرش نفهمیدم من دیگه بزرگ شدم یا هنوز بچم. آخه وقتی که بریزو به پاش میکنم بهم میگه تو دیگه بزرگ شدی گنده بک. اما وقتی که ازش سوال میپرسم بهم میگه یه الف بچه. مگه میشه آدم هم گنده بک باشه هم یه الف بچه؟ به هر حال میدونم دروغ میگه، نمیخواد بابا بره به درک، وگرنه اینقدر شبا گریه نمیکرد. یه بار تو سلول شما به دخترها میگفت دلم بد جور از دستش آتیش گرفته. نمیدونم چرا، اما مامانم تو سلول خودمون یه جور حرف میزنه، تو سلول شما یه جور دیگه. سویم بهش دلداری داد که حالا شاید اشتباه میکنی. بعد براش یه شعر از زندونیا خوند. یه جایی تو شعرش نوشته بود وقتی چشم باز میکنی کسی که بیشتر از جانت دوستش میداشتی از آن سوی میله ها رهایت کرده. آیا کسی میداند شکستن شاخه کوچک امید چقدر دردناک است؟ بعدش گفت این عاقبت هممونه، دیر یا زود دیگه کسی ما رو یادش نمیاد. این چی؟ یعنی حالا که رفتی دیگه منو یادت نمیاد؟ کاش نامم به دستت برسه. نامه رو یه دختری که تازه اومده برام نوشته، اسمش فیلیزه. نمیشناسیش؟ میگن از بس کتاب خونده آوردنش زندان. مگه کتاب خوندن بده؟ پس چرا میگفتی کتاب چیز خوبیه؟ لابد بیرون کتاب نمیخونی که یه وقت برت نگردونن. منم وقتی با سواد شدم اصلا کتاب نمیخونم. اینجوری شاید اومدم پیشت. فعلا خداحافظ خاله اینجی. نامه هشتم، 15 سپتامبر. گفته بودم که انگار فقط نامه های من دستت نمیرسه. اینم از شانس منه، لابد هنوز نامه قبلیم هم دستت نرسیده که جوابی ندادی. اما دیروز کارت تبریکی که برای همسلولیات فرستاده بودی رسید. عصر که شد زنو جمع شدن تو سلول شما و کارتو باز کردن. هنوز عصر دور هم جمع میشن، چایی میخورن و نامه میخونن. کاش خودت بودی و میدیدی بابت نامت خیلی ذوق کرده بودن. دیروز دو تا خانوم جدید مهمون سلول ما بودن، یکیشون پیر بود اون یکی جوون. گمونم مادر شوهر و عروس بودن. مامانم بهشون چایی داد. پیر زنه قضیه زندون افتادنشون رو تعریف میکرد، انگار با همسایه بزن بزن داشتن. حالا هم خودش هم شوهرش هم پسرها و عروسش افتادن زندون. انگاری روز دعوا مادر شوهره تشت آب جوشو میذاره وسط حیاط، میخواسته رخت چرکا رو بندازه توش،
اما نمیدونم سر چی با همسایه دعواشون میشه، بعد پای همسایه گیر میکنه، با کله میره توی تشت، همه جای صورتش میسوزه. مادر شوهری که اینطوری میگفت، اما همسایه ها یه جور دیگه شکایت نوشتن، گفتن مادر شوهره خودش همسایه رو هول داده. مادر شوهره با بغض میگفت همش تهمته، همسایه ها همشون دست به یکی کردن. اما بعد عروسش تو سلول شما با گریه و زاری تعریف میکرد که همسایه ها راست میگن، کار مادر شوهره بوده. یعنی به نظرت عروسشم بهش تهمت زده؟ اصلا تهمتی که میگن چیه؟ من زیاد کلمه تهمت رو میشنوم، یعنی اینقدر مهمه که بعضی ها رو به خاطرش بیارن زندون؟ مثلا یکیشون میگفت شوهرش بهش تهمت زده عاشق یه مرد دیگه شده، یکی دیگه از زنا صاحب مغازش انداختتش زندون، تهمت زده از وسایل مغازش جنس برداشته. البته تهمت فقط تو اتاق ما پیدا میشه، وگرنه تو سلول شما شنیدم دزدی از مغازه حقیقت داشته، خود زنه به یکی دیگه گفته از مغازه جنس برداشته. نمیدونم، من که از این چیزا سر در نمیارم، وقتی هم که میپرسم میگن هنوز زوده تا حالیت بشه. دیشب دوباره توشکم بارونی شد، مامانم نشگونم گرفت. گنده بک، هنوز جا تو خیس میکنی؟ بهش گفتم کار من نبوده که، میگی موز لباسمو خیس کرد، اما باورش نشد، بد جوری ناراحت شدم. نامه نهم، یکم اکتبر، اوایل پاییز. امروز صبح دوباره با توپ و تشر بیدارمون کردن، بعدش مجبورمون کردن تو حیاط صف ببندیم، کار هر روزشونه. نمیدونم چرا همچین کاری میکنن. ملاقی میگفت واسه اینه که مطمئنشن تعدادمون کم نشده، بهش میگن سرشماری. ولی آخه توی چهار دیواری زندون کسی گم نمیشه. وقتی به ملاقه گفتم خندید. نه بچه، واسه اینه که یه وقت در نریم. آخه چه جوری میشه از زندون در رفت؟ دور تا دور حیات که دیواره، بالای دیوارم که با سیم خاردار پوشوندن، تازه گوشه حیاتم سربازو با تفنگ وایسادن که اگه یکی خواست در بره با تفنگ بزننش. ولی باز ما رو میشمارن هر روز و هر شب، البته منو حساب نمی کنن. صبح با سر و صدای بلندشون بیدار میشم، توی حیاتم میام، اما خوب منو نمیشمارن. معمولا موقع شمردن یکی از دخترها بغلم میگیره. دیروز فیلیز بغلم کرده بود، همون دختره که زیاد کتاب میخونه. اینجی، تو که بچه دیگه ای رو بغل نمی کنی، می کنی؟ اگه از من میپرسی میگم بغل نکن، چون ممکنه هنوز شلوارشون رو خیس کنن، اون وقت لباست کثیف میشه. یادته که وقتی بغلم میکردی هیچ وقت خودم رو خیس نمیکردم، چون من بزرگ شدم. اما همه بچه هایی که مثل من نیستن. امروز صبحم شمردنمون، وقتی خیالشون راحت شد کم نشدیم، اما بازم ولمون نکردن. بعدش بازرسی شروع شد. از فیلیس پرسیدم بازرسی برای چیه؟ گفت میخوان مطمئنشن کسی وسیله خطری نداشته باشه. اینجوری بود که فهمیدم بیجز حرف خطری وسیله خطری هم داریم. خواستم از بغل فیلیس پایین بیام تا برگردن تو اتاقمون، اما یکی از عمو کلیدیا با تشر به هم گفت مگه نمیبینی بازرسی میکنن، برگرد سر جات. فیلیس دوباره بغلم کرد، بعدش پالتوشو پیچید دورم، تو بغلش چشمام گرم شد. اما چند دقیقه بعد یهو با صدای داد و بیداد از خواب پریدم. صدای داد آقا پیره بود، گمونم رئیس همشونه. یه کتاب گرفته بود دستش، رو هوا میچرخوند و داد میزد لعنتیا.
کی جرأت کرده همچین کتابی با خودش بیاره توی زندون؟ ملاقه خاص یه قدم بیاد جلو، اما آقا پیره بیشتر داد کشید. تکون نخور، خدمت تو هم میرسم. ملاقه اومد حرف بزنه، اما حرفشو خورد. آقا پیره به عمو کلیدیا گفت: زود باشید، یکی برام قیچی بیاره. خاله کلیدی پاهاشو جفت کرد. قربان، عذر بنده رو بپذیرید. اجازه نداریم توی سلول وسیله برنده داشته باشیم، اما اگه اجازه بفرمایید تبر هیزوما رو براتون بیاریم. آقا پیره یه لحظه خیره نگاه کرد، بعد داد کشید: چه وضعیه؟ قیچی پیدا نمیشه ولی تبر پیدا میشه. یعنی خطر تبر از قیچی کمتره؟ دیگه حق ندارید توی سلولا تبر بیارید. بعد سیبیلشو توپ داد و آروم گفت: در ضمن با تبر که نمیشه کاغذ برید. بعدش کتابو پرت کرد سمت عمو کلیدی. ریز ریزش کنید، نمیخوام حتی یک کلمشم بمونه. سه تا از عمو کلیدی ها سعی کردن با دست کتابو پاره کنن، اما هر کاری کردن نشد چون جلدش خیلی محکم بود. آخر سر آقا پیره گفت: احمقا، بدینش به من. کتابو گرفت دستش، میخواست کتابو سه تیکه کنه، ولی هر کاری کرد کتاب از هم جدا نشد. آخه جلد کتابو محکم با نخ به کاغذا دوخته بودن. کم کم صدای زنا بلند شد: آقا به خدا خسته شدیم. آقا ما چه گناهی کردیم؟ آقا لااقل بذارید بشینیم رو زمین. ملاقی همش میخواست یه چیزی بگه، اما حرفشو میخورد. بین سر و صداها یهو آقا پیره داد زد: مگه نگفتم خفه شید؟ اصلا عقب گرد، همه عقب گرد. یکی از عمو کلیدیا اومد جلو، مجبورمون کرد همه برگردیم سمت دیوار. من قایمکی نگاه کردم، آقا پیره کتابو انداخت زمین، با پا بازش کرد، یه پاشو گذاشت رو کتاب، اونور کتاب محکم با دوتا دست گرفت و کشید، زور زد تا بالاخره کتاب دو تیکه شد. البته خود آقا پیره با نصف کتاب پرد شد رو زمین. زن و زدن زیر خنده، منم خندم گرفت. حتی یکی دو تا از عمو کلیدی ها جلو خودشون رو نگه داشتن تا نخندن. صورت آقا پیره مثل لبو سرخ شده بود. وقتی عمو کلیدی ها خواستن کمکش کنن بیشتر عصبانی شد. به زحمت بلند شد و لباسش رو تکوند. بعد کتابو با عصبانیت ستیکه کرد، هر کدوم داد دست یکی از عمو. بعدش دستور داد همه زنا برگردن و خوب نگاهشون کنن. ما نگاه میکردیم، عمو کلیدیا کتاب رو ریز ریز میکردن، صفحه به صفحه شو. تیکه های کاغذ مثل بارون میریخ رو زمین. آقا پیرم دست به سینه تماشا میکرد. چند وقت یه بارم تیکه کاغذ های روی زمین رو جابجا میکرد. اگه تیکه هنوز خوب ریز نشده بود به عمو کلیدی دستور میداد دوباره برش داره ریزترش کنه. وقتی کتاب ریز ریز شد دیگه اصلا کتاب نبود، تپه کاغذ بود. آقا پیره که خیالش راحت شده بود به یکی از عموها گفت: برو یه پاکت بزرگ بیار و کاغذ رو بریز توش. همونطور منتظر موندیم تا عمو کلیدی با پاکت بزرگی از در حیاط اومد تو. آقا پیره اولش خوب پاکت رو زیر و رو کرد، گمونم میخواست ببینه درز نداشته باشه. بعدش دستور داد کاغذ ریزه ها رو بریزن تو پاکت، اما کاغذ ریزه ها خیلی زیاد بود. دو نفر دیگه هم اومدن کمک. بعد چند دقیقه حتی یه تیک کاغذ هم رو زمین نمونده بود. آقا پیره دوباره زمین رو ورانداز کرد. وقتی خیالش راحت شد در پاکت رو یه دور تا کرد، یهو قیافش رفت تو هم. تو این خراب شده چسب پیدا نمیشه؟ هاجر از بین جمعیت داد زد: خمیر دندون داریم، خمیر دندون نمیخواید؟ آقا پیره سرخ شد: کدوم احمقی بود ها؟ منو دست میندازید؟
ولی هاجر راست میگفت، توی زندون که چسب و تمر پیدا نمیشه. تو زندون وقتی نامه ای میرسه تمر نامه رو با آب و صابون میشورن تا مهرش پاک شه، بعد میذارن جلوی آفتاب که خشک شه، بعد دوباره تمر رو با خمیر دندون میچسبونن به نامه. هاجر دوباره گفت: ولی قربان، ما حتی نامه هامونم که یه باره یکی داد زد. ساکت شو، مگه عقل نداری؟ میخوای همین نامه نوشتنم از همون بگیرن؟ میدونی زن کی بود؟ همون که با عروسش اومده زندون، انگار منتظر نامه پسراشه. پسراش تو زندون مردونن. شنیدن یکی از پسراش برای زنش نامه فرستاده، ولی برای مادرش نه. مادرم کفری شده. البته خاله سحر همیشه از همه کفریه. اسم مادر شوهر خاله سحره. بالاخره آقا پیر دستور داد از ساختمون اداری چسب بیارن. چند دقیقه بعد یکی از عمو کلیدیا نفس زنان چسب آورد. آقا پیر حسابی در پاکت رو با چسب چفت و بست کرد. وقتی چسب پاکت خشک شد، چشمش افتاد به یه تیکه تناب رو زمین. پاکت رو با تناب حسابی دور پیچ کرد. بعد پاکت رو مثل بچه قنداقی بالا پایین کرد. آخرش خنده ای کرد و به عمو کلیدی قد بلنده گفت: ببرش شوفاش خونه، بندازش تو آتیش. عمو کلیدی با شرمندگی گفت: عفو بفرمایید قربان، زندان شوفاش خونه نداره، از بخاری استفاده میکنیم. پس بندازش تو بخاری. تو عمو قد بلنده خواست بره، آقا پیره یه حرف بد زد: اگه بگم دعوام میکنی. بعدش گفت: آخه احمق، کی گفت بندازی تو بخاری زندونیا؟ میخوای تیکه های کاغذ از تو بخاری در بیارن و بخونن؟ ببر بندازش تو بخاری اداره. عمو قد بلنده اطاعت کرد. وقتی از در حیات رفت بیرون، آقا پیره به یکی دیگه از عمو کلیدیا گفت: بارو نگاه کن ببین پاکت رو انداخت تو بخاری یا نه. عمو کلیدی اطاعت کرد. وقتی از در حیات رفت بیرون، آقا پیره به یکی دیگه از عمو کلیدیا که از همه چاق‌تر بود گفت: برو مطمئن شو ببین رفت نگاه کنه یا نه. عمو کلیدی چاقم اطاعت کرد، از در حیات رفت بیرون. همون موقع از بغل فلیز اومدم پایین، رفتم کنار آقا پیره، گوشه لباسشو کشیدم و گفتم: عمو چرا انقدر از کتاب میترسی؟ یادمه یه بار به هم گفته بودی ندانستن عیب نیست، نپرسیدن عیب است. منم نمیدونستم چرا انقدر از پاکت کاغذ ریزا میترسید، برای همین پرسیدم. اما میدونی چی شد؟ اول صورتش قرمز شد، بعد عربده زد: این حرومزاده بچه یکیه؟ بهش نگاه کردم، فکردم شوخی میکنه، چون من حرف زشتی نزده بودم، تازه آدامسم تو دهنم نبود. به زنو نگاه کردم، همشون از ترس خشکشون زده بود. اینجوری بود که فهمیدم آقا پیره واقعا عصبانیه. ولی آخه چرا؟ با خودم گفتم لابد حرفمو نفهمیده. دوباره بهش گفتم: منظورم کتاب تو پاکته، همون که گفتید بندازنش تو بخاری. آقا پیره سرختر شد. گفتم حرومزاده کدومتونه؟ دیگه مطمئن شدم حرفم از بی خطری بوده. مامانم دست بلند کرد، صورتش عرق کرده بود، با صدای ضعیفی گفت: مال منه آقا، بچه منه. تو این چرت و پرتا رو تو مخ بچه کردی نه؟ لابد کتابم کار خودت بوده ها؟ آقا نه به خدا، اصلا من کتاب نمیخونم. تو مادرشی، اگه تو یادش ندادی پس کی یادش داده؟ آقا به خدا نمیدونم کی گذاشته سر زبونش. آقا پیره گفت:
اگه یه بار دیگه ببینم همچین چرت و پرتایی از زبون بچت اومده بیرون، میفرستمش زندون بچه ها، خودت هم تبعید میکنم. حالیت شد؟ مامانم نفس راحتی کشید. چشم آقا. بعدش دست منو با نیشگون گرفت و برد. همون موقع عمو کلیدی چاقه از در حیاط اومد تو. قربان، ماموریت انجام شد. نگهبان سوختن پاکت رو کنترل کرده. بعدش عمو کلیدی دوم اومد. قربان، ماموریت انجام شد. نگهبان پاکت رو سوزونده. بعدش عمو کلیدی قد بلنده اومد و گفت قربان، ماموریت انجام شد، پاکت رو سوزوندم. وقتی آقا پیره خیالش راحت شد، رو به زندونیا گفت مثل این که نمیخواید آدم شید. وقتی دو روز از هواخوری محروم شدید میفهمید. برید خداتون رو شکر کنید، چون دفعه بعدی قضیه رو اینقدر ساده نمیگیرم. سری بعد اگه توی زندون کتاب ممنوعه ببینم، همه تونو تبعید میکنم. شیفم شد؟ بعدش با داد و بیداد رفت سمت در حیاط. موقع رفتن همه عمو کلیدیا محکم پاهاشونو جفت کردن. وقتی در حیاط بسته شد، همه یه نفس راحت کشیدن. به مامانم گفتم آقا پیره به این گفت حرومزاده یعنی چی؟ مامانم لنگ دمپایی شد در آورد. الان جواب همه سوالاتو میدم، وایسا ببینم. در رفتم و پشت نوین قایم شدم. مامانم سر نوین داد زد. شماها اینقدر پر روش کردید، نزدیک بود سرمونو به باد بده. بعدش منو با دمپایی زد. این چی؟ تو بگو. آخه مگه من چی گفتم؟ نامه 11 سومه اکتبر. خاله اینجی، خیلی دلم گرفته. تا امروز در سلولا قفل بود، اجازه نداشتیم بریم تو حیاط. واسه همون کتابه که تعریف کردم، همون که آقا پیره پیدا کرده بود. تازه فقط همین نیست، مامان گفته حق ندارم برم سلولای دیگه، مخصوصا سلول شما. میگه دخترها چرت و پرتا رو یادم میدن. دیروز دوام کرد که نکنه میخوای تا آخر عمرت گوشه زندون بمونی؟ بهش گفتم اصلا خودت چرا افتادی زندون؟ اینو که گفتم بیشتر عصبانی شد، خواست منو بزنه، اما تندی در رفتم. ولی امروز با هم مهربون بود. صبح بالاخره در حیاتو باز کردن، هوا اومد تو، همه حالشون بهتر شد. دو روزی که درا بسته بود، حال همه گرفته بود. همش میپریدن به جون هم. هوای سلولا دم کرده بود. رختچرک‌ها یک گوشه تلمبار شده بودن. خیلی ها تو همین دو روز مریض شدن. آخه هنوز بخاری ها رو روشن نکردن. امروز که درا باز شد، مامان لباس ها رو شست، برد تو حیات پهن کرد. توی حیات با نوین حرف زدن و خندیدن. نوین تا منو دید گفت ببین کی اینجاست گل پسر، چرا به سلول ما سر نمیزنی؟ مامانم با خنده گفت آره پسرم، بهشون سر بزن، ببین چقدر دلشون برات تنگ شده. خیلی تعجب کردم. من مامانو خیلی دوست دارم، اما یه وقتایی کاراشو نمیفهمم. آخه تا الان خودش نمیذاش برم پیششون، وگرنه من که سلول شما رو بیشتر دوست دارم. هم تمیزتره، هم یه عالم بالش داره. یادت میاد با هم بالش بازی میکردیم؟ تازه توی سلول شما همه دوره هم غذا میخورن، برعکس سلول ما که هر کی رو تخت خودش غذا میخوره. امروز وقتی اومدم سلولتون، نوین منو کشوند یه گوشه. باریش، تو دیگه برای خودت مردی شدی. میدونی که مامانت خیلی قصه داره، تو هم تقصیر نداری، اما باید تحمل کنی. باشه؟ بهش گفتم باشه، اما نمیفهمم چرا همیشه باید بچه ها تحمل کنم. نامه 12 7 اکتبر. خاله اینجی، ماجرای آقا پیره رو یادت میاد؟ همونی که کتابو تیکه پاره کرد. حالا اتفاق تازه افتاده. امروز
یه آقا عینکی جوون اومد سلول ما، فکر کنم دیده باشیش، آخه یه بارم قبلنا اومده بود، اگه یادت باشه اومده بود اسم زنای بی سواد و سواد کنه. فکر کنم بعضی روزا به زنا خوندن و نوشتن یاد میده. کلید کتاب خونن دستشه، حساب و کتاب تمام کتابارم داره. امروز اومده بود سراغ ملاقه‌ای، ازش پرسید کتابی که از کتابخونه قرض کرده کجا گذاشته. ملاقه‌ای هم بهش گفت آقا پیره چه بلایی سر کتابش آورده، اما آقا اینکی باورش نشد. زنام حرف ملاقه‌ای رو تایید کردن، اما آقا اینکی اینکشو با تعجب داد بالا. مگه میشه؟ ما که تو کتابخونه زندون کتاب ممنوعه نداریم. زن و شونه بالا انداختن. ما چه میدونیم؟ همه یه تقصیر افتاد گردن ملاقه‌ای بیچاره. آقا اینکی گفت حالا معلوم میشه زندون هرکی هرکی نیست، قانون داره. بعدش نامه زد تا ملاقه‌ای رو بفرستن اداره زندون. این گر توی اداره حسابی ملاقه‌ای رو دعوا کرده بودن، چون وقتی برگشت گفت تا 2 هفته ممنوع الملاقات شده. دلم به حالش سوخت، چون مادرش از شهر دورشون اومده بود دیدنش. پیرزن بیچاره تو اتاق ملاقات داد و هوار کرد، خیال کرده بود حتما بلایی سر دخترش اومده. هرچی گریه کرد بازم نذاشتن ملاقه ای رو ببینه، حتی از دور. خاله اینجی، من که نفهمیدم جریان چیه، حتی نوین و فلیزم نتونستن حالیم کنن. بقیه زنا هم که جواب درست حسابی نمیدن. خود ملاقه ای هم بد جور ناراحته، اصلا نمیشه رفت طرفش. دوست داشتم ازش بپرسم تو اداره چی بهش گفتن، چرا ممنوع الملاقاتش کردن. آخه ملاقه‌ای که کتابو پاره نکرده بود، آقا پیره پاره کرده بود. باید آقا پیره رو میفرستادن اداره زندون، نه ملاقه‌ای رو. حالا یادم اومد اون روز تو حیات همش میخواست به آقا پیره بگه جریان چیه، اما از ترسش هیچی نگفت. راستی اینجی، من هنوز سر قولم هستم، هر شب مسواکمو میزنم، برعکس آبجی سلما که دندونش روز به روز سیاه‌تر شده. خودش میگه به خاطر سیگاره، اما وقتی ازش میپرسم چرا بازم سیگار میکشه بهم میگه از وقت خوابت گذشته بچه، بود دوباره مسواکتو بزن. وقتی آبجی سلما عصبی میشه خط عمیقی بین ابروهاش میفته، بعد بهم میگه بیا دلت خنک شد، اعصابمو به هم ریختی بچه. اما من که دلم نمیخواد اعصابشو به هم بریزم، آخه چاله بین ابروش خیلی زشته، فقط دلم میخواد جواب سوالمو بدونم، همین. اما آبجی سلما جواب درست حسابی نمیده. البته بقیه زنا هم به هم میگن هنوز خیلی زوده تا این چیزا رو بفهمی، باید وایسی تو بزرگ شی. اینجی پس من کی بزرگ میشم؟ نامه 13 دهم اکتبر. اینجی هوا سرد شده، آبجی سلما هم وسایل بافتنیشو آورده جلوی دست، میخواد درام جلیقه ببافه، هنوز نصفشم کامل نشده، قراره روش طرح کبوتر ببافه مثل کبوترهای توی حیات. آبجی سلما گفته میخواد یه دونم برای ابی کوچولو ببافه، اما اینی که الان دستش مال منه. به آبجی سلما گفتم وقتی کبوترهای روی لباسمو میبافه دستشو تماشا کنم، اونم قبول کرد به شرطی که ساکت بشینم، چون اگه ازش زیاد سوال کنن سردرد میگیره قرص میخوره. منم قول دادم فقط یه سوال بپرسم، قبول کرد. ازش پرسیدم آبجی کتاب چی بود که آقا پیره انقدر ازش میترسید؟ آبجی سلما خندید برای تو چه فرقی میکنه؟ آخه میخوام برای خاله اینجی تعریف کنم، هرچند نامه هم به در آهنی گیر میکنه و دستش نمیرسه. آبجی سلما بازم خندید یه روز که بیکار بودم، بیا با هم براش بنویسیم، یه جوری مینویسیم که از در آهنی رد شه. نترس،
من یه عمری تو اداره کار کردم، بلدم چه جوری بنویسم. آبجی سلما وقتی که از بافتن خسته میشه کتاب میخونه، بیشتر کتابای خنده دار. یه وقتایی هم بلند میخونه تا بقیه هم بخندن، اما به نظر من چیزایی که میخونه اصلا خنده دار نیست. حتی خاطراتی که از زندان افتادنش هم میگه بامزه نیست. وقتی کارمند بوده از دست رئیسش شکایت میکنه، اما رئیسش میندازتش زندون. وقتی برای بقیه تعریف میکنه همه بلند بلند میخندن، خودشم با خنده میگه خنده تلخ من از گریه غم‌انگیزتر است. خنده های آبجی سلما رو دوست دارم. وقتی میخنده دیگه بین ابروهاش خط نمیفته، خوشگلتر میشه. شاید سری بعد که حالش خوب بود با هم برات نامه نوشتیم. آبجی سلما میگه کلید رد شدن از در آهنی شوخی و طنزه. اینو دیگه اصلا نمیفهمم. نامه 14 15 اکتبر. با سلام خدمت سرور ارجمندم اینجی بزرگوار. خداوند را شاکرم که بار دیگر به بنده حقیر توفیق عنایت کرد تا برای اینجی عزیزم نامه بنویسم. از آنجا که یاد بزرگان بر هر کوچکی واجب است، بنده نیز هر فرصت کوتاهی را مغتنم می شمارم تا احوال عزیزم را جویا شوم. نامه را به کمک یکی از بزرگانم می نویسم. اگر احوال این کوچک را جویا باشی، دست بوستان هستم. همگی از اتمام دوران محکومیت شما خرسندیم. همچنین پیوسته در امر اصلاح خود در تلاشیم. باشد که دولت بزرگوارمان روزی از گناه و کوتاهی نادمان چشم بپوشد. ما خطاکاران که در تشخیص امر درست از غلط ناتوانیم، اما شکر خدا هستند بزرگانی که در ندامتگاه تاریکی چراغ راهمان باشند. فی المثل هفته قبل یکی از بزرگانمان کتاب ممنوعه ای را در محیط زندان کشف کرد، سپس آن را در مقابل دیدگان همه منهدم کرد. اسم کتاب مبارزه ضد کمونیسم بود. بزرگانمان به ما آموختند هر چیزی که مربوط به کمونیسم باشد از اساس بد است. هرچند که عبارت ضد کمونیسم هم یعنی مخالفت با کمونیسم، اما به هر حال که در آن واژه کمونیسم به کار رفته. بنابراین همگی بابت نابودی کتاب فاسد از بزرگانمان سپاسگزاریم. و چقدر خوب که سرورانمان با تشخیص سریع خود ما را از ورطه خطا و انحراف باز می‌دارند. حتی رنج و سختی مسیر را به جان می خرند تا ما مجبور به تشخیص نباشیم. حقا که باید دست بوس زحماتشان باشیم. و همه می دانیم سوزاندن کتاب های فاسد در آلمان نازی چه کمک به سزایی در پیشرفت و رشد بشریت داشت. حتی مهمتر از آن سوزاندن افراد فاسد. برای بزرگ شدنم لحظه شماری می کنم. می خواهم هرچه زودتر به صف نابودگران مفاسد بپیوندم. دوست دارم یکی از سربازان تشخیص و نابودی کتاب‌های خطرناک باشم. قول می دهم وقتی بزرگ شوم از هر خدمتی به بزرگانم کوتاهی نکنم. از شما هم می خواهم همواره در خدمت و اطاعت از بزرگانمان باشید تا بار دیگر مسیرتان به ندامتگاه نیفتد. دست بوس باریش. نامه 15 1 نوامبر اواسط پاییز. خاله اینجی چقدر خوشحالم نامه قبلیم به دستت رسید. نامه رو با آبجی سلما نوشته بودم. آبجی سلما گفت نامه خیلی هم زود دستت رسیده، چون فوری جوابش اومده. میگفت تو نامه نوشتی از نامه ما خندت گرفته. خوشحال شدم. اما راستش نفهمیدم چرا. مگه آبجی سلما حرف خنده داری زده بود؟
تازه معنی سرور و بزرگوار که اول نامه برات نوشته بودم نفهمیدم. مگه به غیر اینجی اسم دیگه هم داری؟ تا حالا کلی نامه برات نوشتم، اما فقط دوتاش دستت رسیده. نامه هایی که دقیقا چیزی ازشون سر در نیاوردم. نمیدونم چرا. حتما نباید از نامه ها سر در بیارم تا از در آهنی رد بشم. نامه 16 سوم نوامبر. غروب شده، دلم گرفته. راستش از غروبا خوشم نمیاد، چون دوباره وقت سرشماریه، باید تو حیات به صف شیم. بعد ما رو میفرستن توی سلولا. دیگه تا فردا صبح خبری از حیات نیست. فقط قبل تاریک شدن هوا میتونیم از دریچه کوچیک رو در حیات رو نگاه کنیم. همون دریچه‌ای که نامه هامون ازش رد میشه. من و صفناز یه وقتایی میشینیم پای دریچه، حیات رو نگاه میکنیم. اما به محض اینکه هوا تاریک شه دریچه رو میبندن. بعد صدای پوتیناشون میاد که دور میشن و میرن. صفناز میگه خیلی وقت ستاره ها رو ندیدم، دلم براشون تنگ شده، مثل بچه هم که دلم براشون تنگ شده. خاله اینجی، بیرون ستاره ها معلومه؟ صفناز میگه تازه الان که خیلی نگذشته، ولی انگار حالا قرار نیست ستاره ها رو ببینم. از روشکاف کوچیک در ستاره ها رو میبینیم، اما چیز زیادی دستگیرمون نمیشه. بعضی وقتا فقط یه ستاره کم جون و کم رنگ. آسمون شب زندون خیلی باریکه، اصلا آسمونش فقط روز داره، ولی میدونم بیرون زندون آسمونش هم شب داره هم روز. درسته اینجی؟ میدونی صفناز کی اجازه داره آسمون شب رو ببینه؟ وقتی بچه هاش آدم بزرگ شدن. از منم بزرگتر ها، مثلا اندازه تو. حتی شاید اون موقع خودشونم بچه داشته باشن. صفناز تا وقتی همسن ننه کلثوم نشه از زندون بیرون نمیره. یه وقتی که دلش میگیره برامون آواز محلی میخونه. صداش خیلی قشنگه. یه بار ازش پرسیدم چرا تو اون موقع نباید آسمون شب رو ببینی؟ بهم گفت برای اینکه عاشق بودم. اینجی، عاشق بودن خطرناکه؟ امروز از هوا خیلی خوب بود، اصلا دلم نمیخواست سرشماری تموم شه. کبوترها رو دیوار نشسته بودن، خورشید پشت درختی که پشت دیوار قایم شده بود. من تا حالا غروب خورشید رو ندیدم. نمیدونم خورشید بعد اینکه پشت دیوار زندون پایین رفت کجا میره، اما شنیدم غروب خورشید واقعا قشنگه. امروز به خاله کلیدی گفتم بذار یه خورده بیشتر تو حیاط بمونم. نوینم گفت آره امروز هوا خیلی خوبه، چی میشه یه خورده دیرتر درا رو ببندید؟ خاله کلیدی گفت نه نمیشه، شب شده، من که نمیتونم به شب بگم دیرتر بیاد. اینجی تو میتونی به شب بگی دیرتر بیاد. نامه 17 15 نوامبر. خاله اینجی، نمیدونی امروز تو زندون چه خبر بود. بزن و برقص، خیلی خندیدیم. جاد خالی، قضیه اینه که خاله سلطان پای اخبار نشسته بود. آقا هر شب میشینه پای تلویزیون اخبار نگاه میکنه. دیشب یه باره از اتاق تلویزیون نفس زنان اومد سلول ما، داد زد بگی چی شده، قراره عفو بدن. همین الان خودم شنیدم توی اخبار گفت. سلول یهو رفت رو هوا، همه از خوشحالی جیغ کشیدن. هاجر تشت رخشویی رو برگردوند و تنبک زد. ننه کلثوم مثل روزی که نوه‌دار شده بود برامون حلوا پخت، اونقدر زیاد که اضافه هم اومد. همه میزدن و میرخصیدن. مامان برای دخترها ادا اطوار در میآورد، همه از خنده ریسه رفته بودن. زنا از سلولای دیگه اومده بودن برای تماشا. ننه کلثوم بهشون میگفت
دماغ نباشی دخترا، نوبت شما هم میرسه ایشالله. ملاخی با لبخند گفت ننه کلسوم، منم از خدا می که عفو بدن، اما راستش بعید میدونم. تلویزیون فقط گفت قراره همچین تصمیمی بگیرن، نگفت کسی رو عفو کردن. ننه کلسوم به ملاخی زل زد. ملاخی گفت تلویزیون زیاد حرف میزنه، کیه که باور کنه؟ دیگه دروغ و راستشون معلوم نیست. خاله سلطان یهو بلند شد و گفت یعنی میگی از خودم حرف در آوردم؟ من با همین جفت گوشام شنیدم، گفتن قراره عفو کنن، لابد حسودیت شده. نزدیک بود دعوا را بیفته، اما هاجر رو تش ضرب گرفت، دعوا خوابید. خاله سلطان آروم به هم گفت اصلا هرچی تو بگی، تو میگی به همون عف میدن یا نه؟ صفناز قبلا به هم گفته بود اگه به همون عف بخوره زودی میریم بیرون، دیگه لازم نیست قد ننه کلسون پیرشم تا بشه برم بیرون که ستاره ها رو ببینم. خودم هم دوست دارم ستاره ها رو ببینم، برای همین گفتم آره عف میدن. خاله سلطان به هم گفت قربون آدم چیز فهم، میگن حرف راست و باید از بچه شنفت. بعدش بهم شکلات داد. امروز صبح تو سلول ما همه رخت و لباساشونو جمع کرده بودن. وقتی ازشون پرسیدم قرار کجا بریم، گفتن برمیگردیم خونه دیگه. مامانم هم مثل بقیه وسایلشو جمع کرد، گوشواره هایی که بابا برش خریده بود و انداخت گوشش. خیلی وقت بود گوشواره ننداخته بود، با هم دوام نکرد. خاله اینجی چقدر عف دادن خوبه، کاش هر روز عف بدن. نامه 18 16 نوامبر. امروز همه رخت و لباساشونو گذاشتن تو کمد، عفی وجود نداشت. فکر کنم اونی که تو تلویزیون خبر عفو میخونده دروغ گفته، ولی خاله سلطان گفت تلویزیون همیشه حرف راست میزنه، اونا بزرگتر مان، بیشتر میفهمن. فیلیز از حرف خاله سلطان خندش گرفت. یادته وقتی دروغ میگفتم به هم میگفتی الانه که دماغ دراز شه بچه. حالا هم هر وقت دروغ بگم ملاقه ای دوام میکنه. ازش پرسیدم راست تلویزیون به همون دروغ نمیگه؟ چرا نمیگه؟ خوبم میگه. پس چرا فقط وقتی من دروغ میگم دوام میکنی؟ چرا تلویزیون رو دوام نمیکنی؟ تلویزیونم به ما دروغ گفت. باهاشون دعوا کردم که افتادم زندون. خاله اینجی تو هم با دروغگوها دعوا کردی که افتادی زندون؟ امروز خاله سلطان دوباره سوالشو تکرار کرد. تو بگو بچه، بالاخره عف میدن یا نه؟ منم سرمو تکون دادم و گفتم نمیدن. فکر میکنی چی شد؟ خاله سلطان با عصبانیت بهم گفت ایک بیری. منم بهش حرف بد زدم. ملاقه ای تو صدامو شنید اومد جلو و دوام کرد. به هم گفت تا وقتی بهت نگفتم حق نداری پاتو بذاری سلول ما. شیفم شد؟ بعدش خاله سلطان رفت تو سلولشون. میخواست ملاقه ای براش نامه بنویسه. راستش از ملاقه ای ناراحت شدم. باید خاله سلطانم دوامی کرد. آخه خاله سلطان اول حرف بد زده بود نه من. دلم میخواست به ملاخی هم حرف بد بزنم، اما جلو خودمو گرفتم، چون دیگه حق نداشتم برم تو اتاقتون. من اتاقتونو دوست دارم، مخصوصا کتاباشو، یه عالم عکس قشنگ داره. الان حق ندارم برم تو اتاقتونو کتابا رو ورق بزنم، چون هنوز بهم اجازه ندادن. همشم تقصیر خاله سلطانه. اگه بهم نمیگفت ایک بیری منم حرف بد نمیزدم. تازه بعدش از هرس رفت پیش ابی کوچولو، ازش پرسید تو بهم بگو قرار عف بدن یا نه؟ ابی کوچولو جواب نداد، چون هنوز دندون در نیاورده که حرف بزنه. خاله سلطان گفت ابی کوچولو اگه قرار عف بدن پای راست تو بیار بالا،
اگه خدایی نکرده قرار نیست عف بدن پای چپ تو. خب خاله جون؟ بعدش خودم دیدم نیشگون آرومی از پای راست ابی گرفت. ابی هم پای راستشو جمع کرد. خاله سلطان خندید. دیدی گفتم بتره که چشم حسود. از وقتی همه فهمیدن خبر عف درست نیست، هر کی رو تخت خودش افتاده، دیگه کسی دل و دماغ نداره. مامانم گوشواره‌هاشو گذاشته کنار، سرش بد جور درد میکنه. امشب رفتم اتاق شما، ملاقه هنوز نمیذاره برم تو. از لای در دیدم کتاب دستشه، بلند بلند میخوند و بقیه هم گوش میدادن. یکی لوبیا پاک میکرد، دو نفرم بافتنی میبافتن. حرصی شدم، از پشت در داد زدم چرا نمیذارین بیام تو؟ کاش دعواتون کنن، کاش دیگه نذارن کتاب بخونین. ولی بعدش پشیمون شدم، کاش ملاقه دیگه با هم قرار نباشه. نامه 19 20 نوامبر. یه خبر تازه، این گر برامون رئیس جدید اومده. اصل همه رو تو حیات به صف کردن. رئیس جدید ازمون پرسید کدومتون سرگروهه؟ ملاقه یه قدم رفت جلو، دست بلند کرد. رئیس ملاقه رو برانداز کرد. چرا آوردنت اینجا؟ گفت بابت عقیده. اینجی؟ عقیده چیه؟ لابد چیز بدیه که به خاطرش آدم ها رو میارن زندون. رئیس با اخم به ملاقه نگاه کرد. گم کردن کتابم کار تو بوده نه؟ ملاقه سعی کرد ماجرای کتابو به رئیس بفهمونه، اما رئیس گوشیش بدهکار نبود، اصلا انگار حرفای ملاقه رو نمیشنید. آخر سر بلند داد زد از امروز برکناری، سنبول خانم میشه سرگروه جدیدتون. اینجی فکر نکنم سنبول خانمو دیده باشی، تازه اومده سلول ما. زن گرد و قلمبه‌ایه که به صورتش رنگ میزنه. همیشه هم با افتخار میگه من و رئیس با هم آشنایی قدیمی داریم. وقتی رئیس گفت سنبول خانم سرگروه جدیده، ملاقه‌ای سر تکون داد. من با رأی زندونیا سرگروه شدم، فقط هم با رأی خودشون کنار میرم. نبینم ازش دفاع کرد. ما که با سرگروهمون مشکلی نداریم. بقیه هم پشتش در اومدن، گفتن ما سرگروه جدید رو نمیخوایم. اما رئیس توجهی نکرد. آخرش که سر و صدا زیاد شد داد زد دستور همونه که گفتم، از این به بعد سنبول خانم سرگروهه. شیرفهم شد؟ دخترای سلول شما به بقیه زنا نگاه کردن. بعضی ها سرشون رو پایین انداخته بودن، بعضی ها زیر لب میگفتن ساکت چید دیگه. وقتی کسی اعتراضی نکرد، دختری شما هم ساکت شدن. یه دفعه خاله سلطان از جمعیت بیرون اومد، پرید و دست رئیس رو ماچ کرد. خدا بهتون عمر بده آقا. وقتی رئیس رفت، همه دور ملاقه جمع شدن. ننه کلثوم دستشو گرفت و گفت دخترم، شرمنده ایم. کسی تا الان ازت شکایتی نداشته، اما چاره ای نیست، باید اطاعت کرد. اگه اعتراض کنیم میریم تبعیدگاه. ملاقه‌ایم دست گذاشت روی شونه ننه کلثوم. گلایه ای ندارم، اما راستش هرچی میکشیم از همینه، از اینکه با هم نیستیم. برای همینه که هر کار بخوان با همون میکنم. نامه 20 21 نوامبر اواخر پاییز. امروز تو سلول شما چای خوردم، اما برعکس همیشه خیلی نچسبید. نه کسی شعر میخون، نه کتاب، نه نامه. همشم بحث سنبول خانم بود. ملاقه‌ای با قصه گفت انگار همه یه دوست داشتن و به حرفه، وقتی پای عمل برسه یه نفرم پشتت نیست. نوران گفت
مگه میشه کاری کرد؟ هرچی دست و پا بزنی فایده نداره. آخر حرف خودشونه. فوری پرسیدن یعنی دیگه به هیچی فکر نکنیم؟ تازه فهمیدم هیچکی حواسش نبوده کنارشون نشستم. خواستن بیرونم کنن. میگفتن حرفاشون برام زوده. اما آبجی سلما گفت چی کارش دارین؟ حالا که خودش میخواد بذارید گوش بده. سویم پیشنهاد داد سنبول خانومو یه دست کتک بزنن. اما فیلیز گفت من که میگم باید بیمحلیش کنیم. این کار نه انگار سرگروه جدیده. سویم گفت نه خیر، باید بریم سراغش یه درس حسابی بهش بدیم. اون وقت میفهمه رئیس کیه. تو هم زیادی ترسوی فیلیز. فیلیز گفت نه من ترسو نیستم، تو زیادی تندی، آخرشم سر هممونو به باد میدی. سویم گفت بخوایم با فرمون تو بریم که هر کاری بخوان با همون میکنن. فیلیز تند و تیز به سویم نگاه کرد. بعدش دیگه چیزی نگفتن. فکر کنم با هم قهر شدن. تا اونا اینقدر توی اتاق شما بد نگذشته بود. آبجی سلما برای عوض کردن بحث یک کتاب برداشت. شروع کرد بخوندن. کتاب در مورد روستایی بود که اهالیش به حرف زور بله و چشم میگفتن. برای همین هزار جور مصیبت سرشون میومد. دختران یه سره میگفتن درست عین ما. بعدم با هم میخندیدن. من نمیفهمیدم چرا، اما منم از خندهشون خندم میگرفتم. نامه 21 25 نوامبر. دیگه ملاقه سرگروهمون نیست. از این به بعد سنبول خانم غذا رو تقسیم میکنه. یه بار از رو شوخی بهش گفتم یعنی از این به بعد باید به شما بگم ملاقه ای؟ میدونی چی کار کرد؟ ملاقهش رو پرت کرد طرفم. مگه من همسن تو هم تون سگ؟ بعدم حرفای زشتری زد. اگه جا خالی نداده بودم ملاقه میخورد تو سرم. غذا تقسیم کردن سنبول خانم زمین تو آسمون با ملاقه فرق داره. وقتی ملاقه غذا رو تقسیم میکرد به همه قد هم میرسید. اما الان اگه زود نجنبی غذا بهت نمیرسه. مامان همیشه زود میره تا اول همه به دیگ برسه. اما بازم سنبول خانم کم غذا میریزه. به مامانم میگه حرومزادتو با خودت ببر، مخمونو خورد. اینجی؟ معنی حرومزاده چیه؟ آقا پیرن یه بار همینو به هم گفت. نامه 22 15 دسامبر. خاله اینجی اوضاع بد جور خرابه. از وقتی سنبول خانم سرگروهمون شده آب خوش از گلومون پایین نرفته. صبح با داد و هوار بیدارمون میکنه، شبا هم سرمون داد میزنه که بخوابید دیگه پیرزنا. از صدای داد و هوارش اونایی هم که خوابیدن از جا میپرن. یه بار خود من با صداش از خواب پریدم. اونقدر ترسیده بودم که گریم گرفت. مامانم منو بغل کرد و به سنبول خانم گفت چرا اینقدر داد میزنی؟ بچم بیدار شد. فرداش سنبول خانم چغلی مامانمو به رئیس کرد. رئیسم گفت بچت بزرگ شده، جاش دیگه اینجا نیست. بعدش با مامانم دعوا کرد. مامانمم دیگه با سنبول خانم حرف نزد. اینجی مامانم خیلی گریه میکنه، میترسه من ازش جدا کنم. ولی من دوست دارم از زندون برم. دلم میخواد مامانمم با هم بیاد. از سنبول خانم بدم اومده، از آقای رئیسم همین. نامه 23 20 دسامبر اوایل زمستان. امروز با صدای داد سنبول خانم از خواب پریدم. گفتم که همیشه با داد و هوار بیدارمون میکنه. اگه بیدار نشیم با پا محکم به کمدا میکوبه. امروز مامان ابی کوچولان از دست شاکی بود. آخه ابی سرما خورده، به زحمت میخوابه. ولی سنبول خانم با داد و هوارش ابی بیچاره رو از خواب بیدار میکنه. ابی ترسیده بود.
تو بغل مامانش گریه میکرد. مامانش هم سر سنبول خانم داد زد: خدا لعنتت کنه، مگه نمیبینی بچه خوابه؟ بقیه زن هم پشت مامان ابی رو گرفتن و دعوا شروع شد. همه داد میزدن و فوش میدادن. مامانم تا دید کار بالا گرفته فوراً اومد اتاق شما، به دخترها گفت بدوی دعوا شده، باید سنبول آدم کنیم. سویم خوشحال شد: یالا دخترها، بریم گرد و خاک درست حسابی درست کنیم. اما فیلیس خوشش نیومد، گفت برامون دردسر میشه. سویم گفت اگه همون اول حالیش میکردیم رئیس کیه، کار به اینجا نمیکشید. بعدش با دخترای دیگه رفتن اتاق ما. تا سنبول خانم رو دیدن بهش حمله کردن. هرچی فیلیس سعی کرد منصرفشون کنه فایده نداشت. بعضی ها کنار وایساده بودن، فقط فوش می دادن. چند نفرم از تخت پایین نیومده بودن، لحاف و پیچیده بودن دورشون که مثلا خوابن. این وسط خاله سلطان زور می زد سنبول خانم رو از زیر دست و پای زنان نجات بده. نمیدونم چرا خاله سلطان اینقدر طرف سنبول خانمو میگیره. همیشه پشت سرش میگه از بس مجبورم کرده رخت و لباساشو بشورم پوست دستم ور اومده. اما تا سنبول خانمو میبینه بله و چشم میگه. تو میدونی چرا خاله سلطان اینجوریه؟ وقتی کار بالا گرفت نگهبانا سر رسیدن. سنبول خانم یکی یکی زنا رو نشون میداد و میگفت اینم بود، اینم بود. هرچی نگاه کردم سویم نبود. آخه سویم بیشتر از همه موافق دعوا بود. آخرش نگهبانا مامان و فیلیز و یکی دو نفر دیگر با خودشون بردن. من خیلی گریه کردم، راه افتادم دنبال مامانم، اما نذاشتن باهاش برم. حالا نمیدونم مامانم کجاست. نامه 24 21 دسامبر. مامان هنوز نیومده. دیشب تو بغل نوین خوابیدم. قبل خواب برام بیسکویت آورد. من بیسکویت دوست دارم، اما دیشب نخوردم. یه چیزی گلومو بسته بود. تا خود صبح خواب مامانو دیدم. امروز دوباره توی حیاط سرشماریمون کردن. بعدش مامانو با دستبند آوردن. دستش زخمی و کبود شده بود. فیلیز باهاش نبود. زنامون گفتن قرار فیلیزو بفرستن یه جای دورتر. براش قصه خوردم. فیلیز همیشه با هم مهربون بود. صبح موقع سرشماری بغلم میگرفت. از وقتی فیلیزو آوردن گریه میکرد. میگفت جایی که قراره بره خیلی دوره، حتی مامانشم نمیتونه بهش سر بزنه. فیلیز از مامانم ناراحته. انگار مامانم موقع بازجویی گفته دعوا تقصیر فیلیز بوده. فیلیز گفته بریزن سر سنبول خانم، اما مامانم دروغ گفته، چون وقتی سنبول خانمو میزدن خودم اونجا بودم. اینجی چرا مامانم دروغ گفت؟ شاید اگه راست میگفت ما هم باید میرفتیم یه زندان دور. زنها میگن تو زندان دور بچه ها رو راه نمیدن. خوب شد که مامانم راستشو نگفت، اما من دلم به حال فیلیز میسوزه. از سنبول خانومم متنفرم. کاش دعوا نمیشد. به نوین گفتم اگه نمیریختن سر سنبول خانوم فیلیز مجبور نبود بره. به هم گفت دوست نداشتی سنبول خانوم کتک بخوره؟ گفتم چرا، اتفاقا دوست داشتم. گفت منم دوست داشتم کتک بخوره. از حرفش تعجب کردم. آخه روز دعوا نوین سعی میکرد زنها رو از هم سوا کنه، بهشون میگفت بس کنن. ولی بعدش فهمیدم چرا سعی میکرد دعوا تموم شه، چون حالا سنبول خانوم بیشتر به همون زور میگه. امروز رئیس تو حیات با داد و بیداد گفت شما حق ندارین از دستور سرگروه سرپیچی کنین. از این به بعد هر کی از سرگروه اطاعت نکنه تبعید میشه. شیرفهم شد؟ همه گفتن چشم قربان. هرچی شما دستور بدید. هرچی شما دستور بدید. حتی مادر ابی گفت اصلا سرگروه حق داره سر ما داد بزنه. عجیبه، مادر ابی که اول همه با سرگروه دعوا کرده بود.
اینجی بازیه رو یادته؟ همون که اگه حرفا رو برعکس میگفتیم برنده میشدیم. شاید همه با آقای رئیس همین بازی رو میکردن. تو چی فکر میکنی؟ نامه 25 دوم ژانویه. سال نو شده، همه جشن گرفتیم، از عید دفعه قبلم بیشتر چسبید. اینجی سال نو بیرون زندان همینقدر خوش میگذره؟ تازه امروز کیکم پختیم، یعنی دخترای سلول شما پختن. اول بیسکویت‌های کاکائویی رو خرد کردن، بعد با شیر همش زدن، بعدم لای بیسکویت معمولی گذاشتن. هر کی میخورد میگفت مثل کیک تو مغازه شده. من تا حالا کیک تو مغازه نخوردم، اما لابد خوشمزه است، چون کیک ما هم خیلی خوشمزه بود، خیلی هم زیاد بود، به همه رسید. ملاقه ای اومد سلول ما، گفت کمکشون کنن، اما کسی حوصله نداشت. ننه کلسون گفت کمرش درد میکنه. هاجر روی تخت ناخونش رو لاک میزد. آبجی سلما برای مامانم نامه مینوشت. خاله سلطانم رخ میشست. بقیه هم یا کتاب میخوندن یا نخ میرسیدن. ملاقه ای با خنده گفت به کسایی که کمک نکنن کیک نمیدم. و ننه کلسون گفت من تو رو میشناسم، تو هیچ کیو گرسنه نمیذاری. ملاقه‌ای گفت اصلا بیایید بیسکویت ها رو به نیت کله دشمنامون خورد کنیم. من بیسکویت میشکنم به نیت خورد شدن سر کسایی که نمیذارن نامه هامون برسه. یهو خاله سلطان تشت لباسا رو ول کرد. منم میشکنم به نیت شکستن سر کسایی که عف نمیدن. مامانم بلند شد تا به نیت سر زنه بیسکویت خورد کنه، همون که بابامو با خودش برده. ننه کلسومم با زحمت بلند شد. منم خورد میکنم، انشالله که سر شهردار خورد بشه. انگار شهردار ننه کلسومو انداخته زندون. باید میدیدی، خیلی بامزه بود. یه باره همه حمله کردن به تشت بیسکویت، هر کی میخواست به نیت سر دشمنش بیسکویت بشکنه. انقدر شلوغ شد که به هاجر بیسکویت نرسید. ملاقه‌ای یه بسته بیسکویت تازه باز کرد، داد دست هاجر. هاجر بیسکویت رو گرفت و با حرص بالای تشت خورد کرد. همه‌شان زیر لب بد و بیراه میگفت. البته نمیگم چیا میگفت، چون دعوام میکنه. دوست داشتم فیلیزم بود و بیسکویت خورد میکرد، اما همین امروز فیلیزو بردن زندون جدید. قبل رفتن تو بغلش گریه کردم، اونم گریه کرد، اما موقع رفتن با مامان دست نداد. اینجی جا کاش توی زندون جدید فیلیز کیک درست کنم. نامه 26 هفتم ژانویه. خاله اینجی، از کارت تبریکی که فرستادی ممنون، همه خوشحال شدن، مخصوصا ننه کلسون که نامه رو به اسمش نوشتی. اینجی نامه های من دستت نمیرسن نه؟ آخه تو نامت نوشته بودی باریش چی کارا میکنه. امروز یه نفر جدید به اتاقمون اضافه شد، دختر کم سنیه، از هاجرم جوانتره، حتی مثل هاجر صورتشو نقاشی نمیکنه. اسمش مریمه. انگار شوهرش دادن به یه پیرمرد. میگن پیرمرده خودش زن داشته. زن پیرمرده از مریم شکایت کرده. حالا مریم افتاده زندون. مامانم تو فهمید بهش حمله کرد. غلط کردی رفتی سراغ مرد زندان. حالا حقته، بکش. دخترای سلول شما با مامان قهر شدن. مامان نمیذاره بیام سلولتون، اما خودم قایمکی میرم. از دخترا شنیدم مریمو به زور شوهر دادن، خودش راضی نبوده. به مامانم میگم مامان اگه بزرگشم منو به زور میدن به کسی؟ مامانم میخنده و میگه نه خیر، تو اون موقع برای خودت مردی میشی، منم برات آستین بالا میزنم و دوتا زن میگیرم. ملاقه‌ای به مامانم میگه دوتا؟ لابد دومیشم میفرستی زندون. مریم
بدون مادر بزرگ شده. ننه کلثوم به حالش قصه میخوره، چون ننه کلثوم هم بی مادر بزرگ شده بود. مریم کنار ننه کلثوم میخوابه، چون برش رخت خواب نیاوردن. یه وقتایی منم کنارشون خوابم میبره، چون ننه کلثوم بعضی شبا برام قصه میگه. دیشب وقتی از خواب پاشدم یه تیکه از موهام خیس بود، مریم بود، بالا سرم گریه میکرد. خبر جدید این که قرار ننه زاهده از زندون بره، برای همین میخوان کار نظافت رو بدن به مریم توی سلول شما. هنوز دخترها نوبتی جارو میکنن، اما اتاق ما رو همیشه ننه زاهده تمیز میکنه. همه براش پول جمع میکنن میذارن کف دستش. دخترای سلول شما بعضی وقتا تو کارا کمکش میکنن. اینجی چرا زنای اتاق ما مثل اتاق شما نیستن؟ دوست دارن توی اتاق ما هم همه با هم غذا بخورن، همه با هم تمیز کاری کنن. وقتی ننه زاهده بره کار تمیز کردن میفته با مریم، اون وقت بقیه براش پول جمع میکنن. البته هاجرم بی پوله، اما دست به سیاه و سفید نمیزنه، میگه ناخوناش داغون میشه. اینجی میخوام وقتی ننه زاهده رفت تو کارای نظافت به مریم کمک کنم. تو چی میگی؟ نامه 27 بیستم ژانویه. امروزم با دخترها کیک پختیم، منم کمکشون کردم، بیسکویت خورد میکردم و میگفتم الهی کلت بشکنه. آخه مامانم موقع بیسکویت خورد کردن همینو میگه. ملاقه به هم میخنده میگه تو دیگه سر کیو میشکونی بچه؟ میگم سر کسی که نمیذاره نامه هام از در آهنی رد شه، اونی که نمیذاره نامه هام به خاله اینجی برسه. ملاقی بازم خندید، یه بسته بیسکویت به هم داد تا جای اونم بشکنم. اگه گفتی امروز چرا کیک درست کردیم؟ چون سنبول خانوم دیگه سرگروهمون نیست، یعنی دیگه اصلا زندون نیست، آزاد شده. قبلنا همیشه به کسی که قرار بود آزاد بشم کیک میدادیم، اما امروز بعد اینکه سنبول خانم رفت بیسکویتا رو خورد کردیم، دیگه از دستش راحت شدیم. همه کیک میخوردن و میخندیدن، اما خاله سلطان نمیخندید، ولی یه تیکه کیک گرفت و رفت خورد. ملاقی همش سر به سرش میذاشت، میگفت اومدیم و سنبول خانم برگشت، اگه ببینتت نشستی دلوپی کیک میخوری چی میگه؟ خاله سلطانم گفت به درک، بذار ببینه، مگه ازش میترسم. تا اینو گفت یهو از بیرون صدای در اومد، دخترا جیغ و داد رو انداختن که آی سنبول خانم برگشته. یه باره خاله سلطان بشقابو پرت کرد و دوید سمت در، میخواست اول همه خوش آمد بگه، اما سنبول خانم نبود که، صدای در بود، دخترها سر به سرش میذاشتن. اما خاله سلطان به روی خودش نیاورد. خودم میدونستم صدای در بود، میخواستم برم یه چیزی بخرم. ولی دروغ میگفت، خاله سلطان که پول نداره. وقتی که رخت سنبول خانومو میشوز یه پولی بابتش میگیره، اما حالا که سنبول خانوم رفته آه در بساط نداره. وقتی خاله سلطان دروغ گفت خوب به صورتش نگاه کردم، دماغش اصلا دراز نشده بود، یعنی فقط دماغ پینوکیو موقع دروغ گفتن دراز میشه. نامه 28 27 ژانویه. حالا که سنبول خانم رفته موندیم کی سرگروه شه. موقعی که شام میارن بالای دیگ حسابی شلوغ میشه، هر کی واسه خودش غذا برمیداره، هر کی زودتر برسه گوشت بیشتری گیرش میاد. از دیروز دوباره ملاقه پای دیگ وایساد، همه رو به صف کرد و براشون غذا ریخت. خاله سلطان موقع تقسیم غیبش زده بود، وسط شام اومد و داد و هوار کرد که چرا واسم غذا نذاشتید؟ یه ملاقه هم برام نمونده، گشنمه.
فردا که شکایتتونو پیش رئیس کردم حالیتون میشه. بسیا بشقابشونو آوردن جلو؟ قضا هست، بیا از بشقاب ما بردار. اما خاله سلطان داد زد لازم نکرده، بردارید واسه خودتون. همه گوشتا رو خوردین، تهمونده رو تعارف میکنین؟ ملاقه ای بیشتر از همه برای من گوشت میریزه، چون از همه کوچیکترم. خاله سلطان دوباره داد زد بابا منم آدمم، منم گوشت دوست دارم. ملاقه ای بهش گفت باریش زنش کمه، تو رشده، اگه بهش گوش ندیم رشد نمیکنه. اما خاله سلطان در جواب حرف بدی نثارش کرد، ملاقه ای هم گرفت و زدش، اما بعدش پشیمون شد، گفت کار درستی نکرده خاله سلطانو زده. امروز تو اتاقمون بحث ملاقه یا خاله سلطان بود، منم خواستم بشنوم اما بیرونم کردن. خاله سحر به ملاقه ای گفت آدم به هر حال باید احترام بزرگتر رو داشته باشه. راستش نفهمیدم، یعنی آدم اجازه داره به کوچکترش بی احترامی کنه؟ آخه یه بار دیدم خود خاله سحر به عروسش حرف بد میزد. راستی امروز عروس خاله سحر آزاد شد، پسرشم از زندون مردونه آزاد شد، اما خودش آزاد نشد، بیچاره بد جور گریه میکرد. امروز سویم غذا رو تقسیم کرد، ملاقه‌ای حتی از تختشم پایین نیومد. وقتی سویم غذا رو توی ظرف میریخ، تیکه های گوشتشم میشمرد، اونقدر طولش داد که همه حوصله‌شون سر رفت. آخر سر قبل اینکه کار تقسیم تموم شه، نگهبان اومدن دیگو ببرن. اون موقع که سنبول خانم بالای دیگ وای میستاد، همه گوشتا رو برای خاله سلطان سوا میکرد. فکر کنم میخواست خاله سلطان رشد کنه. الانم خاله سلطان از همه چاق و چله تره. اینجی خاله سلطان باید از اینم بیشتر رشد کنه. نامه 29 دوم فوریه. اینجی میدونی کی سرگروه جدید شده؟ آبجی سلما. دخترا یه وقتایی کمکش میکنه، دیگه بالای دیگ شلوغ نمیشه. تخت آبجی سلما تو اتاق ماست، اما همیشه تو سلول شما شام میخوره کنار دخترای دیگه. کاش مامان منم بره پیششون، اتاق شما خیلی بیشتر خوش میگذره. یه بار از ملاقه پرسیدم چرا مامانم باهاشون غذا نمیخوره. ملاقه گفت هر کی تو اتاق ما غذا میخوره باید آداب با هم بودن و بلد باشه. فکر کنم زنای اتاق ما آداب با هم بودن و بلد نیستن، واسه همین جدا جدا غذا میخورن. آبجی سلما از دست ملاقه‌ای ناراحته بابت اینکه خاله سلطانو زده بود. یه بار شنیدم به ملاقه‌ای میگفت آدم باید جلوی خودشو بگیره، به هر حال بزرگتره. اما خود آبجی سلما بعضی وقتا از خاله سلطان عصبانی میشه. آبجی سلما با رأی دخترا سرگروه شد. ننه کلثوم به زنای اتاق ما میگفت دخترای سلول از همه کار بلدترن، هیچ وقت حق همدیگر رو ضایع نمی کنن. باید ریش و قیچی رو بدیم دست دخترا. نوینم گفت هر کی اعتراض یا حرفی داره همین الان بگه، چون میخوایم به رئیس اعلام کنیم سلما سرگروهه. باید مسائل رو بین خودمون حل و فصل کنیم، اگه بذاریم کار بالا بکشه یه سنبول تازه میارم بالا سرمون. شما که نمیخوایم؟ امروز موقع سرشماری همه پشت آبجی سلما در اومدن. رئیس آبجی سلما رو صدا کرد ببینم زندونی سیاسی که نیستی. آبجی سلما بین ابروهاش خط افتاد، با صدای بلند گفت نه خیر نیستم. رئیس قبول کرد آبجی سلما سرگروه جدید شه، چون این دفعه همه یه صدا از آبجی سلما حمایت کرده بودن. خاله سلطان تا فهمید آبجی سلما سرگروه جدیده فوری گفت بگی چه خوابی دیدم،
خواب دیدم اف دادن. اول همه هم به آبجی سلما دادن، پشت سرشم به من. خدا نصیب کنه. نوین که بالای دیگه قضا بود گفت بیا خاله، بیا قضا تو بگی. اصلا شاید عفت تو همین دیگ باشه. این دیگ اول مگه تو دیگ میره؟ می سیوم، بیستم فوریه، آخر زمستان. امروز اتفاق عجیبی افتاد. ملاحت رو یادته؟ امروز میخواست سر به سر خاله سحر بذاره، برای همین رفت تو دستشویی قایم شد تا بترسوندش. اما از شانس بعد قبل خاله سحر یکی دیگه رفت تو دستشویی. ملاحت رو تو تاریکی ندید کیه. زن بیچاره از ترس جیغ کشید که آی جن، جن اومده. هیچ کس جرأت نداشت نزدیک توالت شه. حتی وقتی نگهبان رسید ترسید بره تو، با اینکه باتوم داشت. ننه کلثوم بهش میگفت باتوم و چوب که به جن اثر نداره. نگهبان از ترس پشت در موند و داد زد کی هستی؟ بیا بیرون. بعضیا زیر لب یه چیزایی میخوندن، بعدش یهو از دستشویی صدای عطسه اومد. اول از همه نگهبان در رفت. نگو ملاحت از ترسش ساکت مونده بود. وقتی ملاحت بیرون اومد، دخترها جلوی نگهبان رو گرفتن که نزندش. اینجی ملاحت واقعا جن شده بود؟ نامه 31 سوم مارس. بخاری ها چند روزه که خاموشه، هنوز هوا سرده اما زغالی نمونده. فقط ننه زاهده خوشحاله چون کارش کمتر شده. آخه ننه زاهده هیزمای سلولو میبره میاره. البته منو نوینم بعضی وقتا کمکش میکنیم. اینجی اون موقع ها که با هم هیزم میاوردیم یادته؟ هیزم بار میکردیم، از حیات تو سلول میدویدیم. یه بار بهت گفتم یه چیزی تو سینم گروم گروم میکنه، به هم خندیدی و گفتی خب قلبت دیگه از بس دویدی تون تون میزنه. یه بار که با نوین هیزو میاوردیم ازش پرسیدم فقط من قلب دارم یا همه دارن؟ به هم گفت همه قلب دارن، ولی قلب بعضی ها روشنه، قلب بعضی ها تاریک. اینجی نوین از کجا میدونه؟ مگه قلب دیدنیه؟ یه بار ازش پرسیدم از کجا میفهمی که قلبش روشنه که قلبش تاریک؟ بهم گفت میشه فهمید اما سخته. سخت‌ترین کار دنیا اینه که بفهمی که قلبش روشنه که تاریک. بعدش از ننه زاهده پرسیدم ننه زاهده به نظر چه کاری تو دنیا از همه کارا سخت‌تره؟ ننه گفت این که بخاری ده با هیزم خیس خورده روشن کنی، اونم بی کاغذ. ننه زاهده همین روزا آزاد میشه، اما میگه همون بهتر که نشه. آخه از شوهرش بدش میاد، حتی از بچه هاشم خوشش نمیاد چون همه اذیتش کردن. یه بار به دخترها میگفت زندگی های الان که زندگی نیست، زندگی هم نایلونی شده. باید اون موقع بود اینو میدیدین زندگی یعنی چی. نایلون همون کیسه یه که مامانم داروهاشو توش میذاره. بعضی از لباسامون هم نایلونی هم، ولی زندگی نایلونی نمیدونم چی. نامه 32 15 مارس. دیشب تو زندون قلقله بود. زنا میگفتن از زندون مردا دود آتیش میاد، میگفتن اگه زود خاموشش نکنن آتیش تو اینجا هم میرسه. همه جیغ میزدن و گریه میکردن. خاله سلطان صورتشو چنگ میزد و میگفت وای خدایا عفو کن عفو کن، نکنه هممون جزغاله بشیم. اینجی مگه عفو کردن به جزغاله شدن ربط داره؟ دیشب مریمم داد و هوار میکرد، لباسشو با دست پاره کرده بود. تا حالا اینجوری نشده بود. آخه هیچ وقت جیک کشم در نمی اومد.
زنا پشت در جمع شده بودن، هر کی جلویشو هل میداد، حتی یکی زمین خورد و زیر پای بقیه موند. ملاحت زودتر از همه برو بندیلشو جمع کرد، فقط نیم ساعت دنبال گوشواره هاش میگشت. آخر سر ننه کلسون بهش گفت: حواست کجاست؟ گوشواره هات که گوشتن. یکی از زنها بیشتر از همه گریه میکرد، آخه مردش تو زندان مرداست، البته هنوز شوهرش نشده، یعنی قراره بشه. زنه همش میدوید و هوار میزد: نکنه سر یوسف من بلایی اومده باشه. یوسفم، من بدون تو میمیرم. نوین و ملاقه‌ای بین زن را میرفتن و میگفتن: آروم باشید بابا، آروم باشین، چیزی نشده. نباید اینقدر جیغ و داد کنی، بس دیگه. اما هیچ که گوشش بدهکار نبود. منم اولش گریه کردم، اما تا نوین گفت آروم باشم دیگه گریه نکردم. خال سحر به بقیه میگفت: شاید اصلا درا رو باز کردن و ما هم خلاص شدیم. مریم بیشتر گریه کرد: چه فایده، بگه من جایی دارم برم، باید کاسه این گدایی بگیرم دستم. آیسل خانم بهش گفت: اصلا قصه نخوری یا دختر خوشگلی مثل تو که نباید گریه کنه، من جا دارم، میبرمت خونه خودم. تو آیسل خانومو ندیدی، حتی استنبول خانومم بیشتر صورتشو نقاشی میکنه. تا این حرفو به مریم زد، ننه کلثوم عصبانی شد و بهش گفت: اگه باهاش جایی بری حلالت نمیکنم. ننه کلثوم وسط شلوغی همش اینور و اونور میرفت، دنبال کیسه پولش میگشت. نوین بین زن و وایساد و داد زد: هر کی کیسه پول ننه رو برداشته همین الان برش داره بذارتش پشت در دستشویی، وگرنه روز خوش نمیبینه. نیم ساعت بعد آبجی سلمو با یه کیسه پول برگشت، از پشت دستشویی پیداش کرده بود. خاله سلطان میگه این کارا کار از ما بهترونه، میگه بیشترشون زیر پله‌ها زندگی میکنن. یه بار همین از ما بهترون گوشواره مامانمو اشتباهی گذاشتن تو جیب خاله سلطان. خاله سحر مثل همه گریه میکرد، آخه هنوز یکی از پسراش تو زندون مرداست. همش زیر لب دعا میخوند، بعدش چند تا شم برداش زیر پله ها روشن کرد تا خدا حاجتشو بده. آخر شب خبر اومد آتش سوزی تموم شده، هیچکی هم هیچ چیش نشده بود، پسر خاله سحر هم چیزیش نشده بود، فقط یه پتو آتیش گرفته بود، همین. خاله سحر با خنده میگفت: وقت دادگاه هم که بشه باز شم روشن میکنم، انگاری خدا حاجتم رو میده. میدونی چرا؟ چون دلم پاکه. خاله سلطان با حرص گفت: آره والا، قلب همه ناپاکه، فقط قلب تو یکی پاکه. خاله سحرم با عصبانیت گفت: تو هیچی نگو، من که میدونم کیسه پوله ننه کلثوم کار خودت بوده، خجالت نکشیدی تو این هیر و ویری جیب مردمو میزنی؟ گوشوارم که کار از ما بهترون بوده، نه لااقل به همسلولیه خودت رحم کن. خاله اینجی دعوا شروع شد، خاله سلطان و خاله سحر هم دیگر رو میزدن. نبینم سعیم که سواشون کنه، وقتی نگهبان رسید جفتشون رو با باتون زد. نوین کاری ازش بر نیومد. خیلی خستم، دیشب تا صبح خواب به چشممون نیومد. الانم با نوین نشستم تا ماجرای آتش سوزی رو برات تعریف کنم. ای کاش از ما بهترون نامه رو بذارن تو جیب. نامه 33، 20 مارس، اوایل بهار. امروز خاله کلیدی جدیدی برامون اومد، قبلیه دیگه پیر شده بود، شاید از سال سنش کمتر باشه. زنا براش چای و قند آوردن، ننه کلثوم جلو اومد و دستشو بوس کرد. نبین از دست ننه کلثوم عصبانیه، به نظرش ننه کلثوم کار بدی کرد، اما ننه کلثوم میگه: خب بزرگ ماست.
اما اینکی خاله کلیدیه جدید که اصلا بزرگ نیست، سنش از همه زنا کمتره. نفهمیدم چرا ننه کلسون گفت بزرگ ماست. تو میدونی چرا؟ نامه 34 مارس. امروز برای دومین بار از زندان اومدم بیرون. اولین بار با بابام اومده بودم بیرون، همون سری که منو برد برام از مغازه بیسکویت خرید. امروز اومدیم بیرون تا با مامان بریم مریض خونه. بیرون چقدر همه چی بزرگ و زیاده، آسمونش هم همینطور. امروز سه تا آقا همراه مامانم بودن، همهشون اسلحه داشتن برای اینکه اگه یه وقت مامانم در رفت با تیر بزننش. اما مامانم هیچ جا نرفت. تا وقتی مامانم توی بیمارستان بود، یکی از آقاها منو توی حیاط نگه داشت. حدس بزن تو آسمون چی دیدم؟ یه بادبادک تو آسمون بود، یه بادبادک قرمز. دیگه مثل پارسال تعجب نکردم، چون میدونستم چیه. یادت اولین بار وقتی بادبادک تو آسمون دیدم بهت گفتم این کی؟ اون چیه تو آسمون را میره؟ فکر کنم همون بادبادکه بود. به آقایی که با هم بود گفتم نگاش کن، فکر کنم فرار کرده. به هم گفت چی؟ گفتم نگاه کن، فکر کنم بادبادکه از آسمون زندان فرار کرده. یه وقت به این شلیک نکنی، بذار بره. آقای به آسمون نگاه کرد، چشماش خیس شد. به هم گفت چیزی نمیخورم؟ گفتم بیسکویت میخوام. برام از مغازه بیمارستان بیسکویت خرید. بادبادک از بالای سرمون دور و دورتر شد. آقای به حرفم گوش داد، به بادبادک تیر نزد. شاید اگه ازش خواهش میکردم میزش مامانم فرار کنه. کاش یه روز بفهمم بادبادک چجوری از زندون فرار کرد. نامه 35 آوریل. امروز با نوین توی حیاط یه پرنده پیدا کردیم، یه پرنده واقعی، خیلی کوچولو بود. خودش رو جمع کرده بود و میلرزید. اولش ترسیدم چون منقار بزرگی داشت، دو برابر کلش، ولی بعد باهاش دوست شدم. حالا پرنده مال منه. فکر کن یه حیوان واقعی برای خودم. مامانش تو سوراخ دیوار حیاط لونه داره، جوجه از لونه افتاده پایین. نوین تا دیدش گرفتش، بعدش آروم ها کرد تا گرم شه. پرنده تفلکی فوراً خوابش برد. وقتی توی دستم گرفتمش قلبش مثل قبلمه صدا میداد. به نوین گفتم انگاری اینم رفته هیزون بیاره، قلبش خیلی محکم میزنه. گفت نه، چون ترسیده قلبش انقدر تون میزنه. بعد گربهی که پاش میلنگید اولین حیوانیه که نازش میکردم. خیلی کیف داره. پرنده رو با خودمون آوردیم تو. دختره اتاق شما دورش حلقه زدن، هرکی میخواست نازش کنه. نوین گفت پرنده مال باریشه، اول خودش پیداش کرده، بعدش با قوطی و پنبه براش خونه ساختیم. دخترها میگن چون از مامانش دور افتاده غریبه میکنه، اگه به هم عادت کنه دیگه از دستم غذا میگیره. اینجی میترسم، میترسم پرندم هیچ وقت غذا نخوره، نمیخوام بمیره. نامه 36 آوریل. خاله اینجی، پرندم بالاخره از دستم قضا گرفت. الان حالش خیلی بهتره، دیگه نگران نیستم بمیره. تو پلترم شده، دوست دارم همیشه کنار خودم بمونه، مال خود خودم باشه. اما پرنده ها وقتی بزرگ میشن بال میزنن، میخوان پرواز کنن. از نوران سوال کردم یعنی اگه بزرگ شه تنها میذاره؟ گفت پرنده ها از قفس خوششون نمیاد، پرنده ها دوست دارن آزاد باشن.
خب مگه من از قفس خوشم میاد؟ پس چرا منو زندونی کردن؟ راستی اینجی اسم پرندن مثل خودم باریشه، باریش کوچولو. نامه 37 16 آوریل. من و باریش کوچولو حسابی با هم رفیق شدیم، دیگه صدای منو میشناسه، تو منو میبینه دهن باز میکنه که بهش قضا بدم. نکنه خیال کرده من باباشم؟ ولی من که تنهاش نمیذارم، همیشه بهش سر میزنم، میبرمش هواخوری، براش بیسکویت میخرم. نوران میگه بزرگتر که شد باید بهش پرواز کردن یاد بدیم. میگم اگه یادش ندیم چی میشه؟ میمیره؟ ننه کلثوم میگه هر چیزی یه طبیعتی داره. هسته زردالو دلش میخواد درخت بشه، پرنده هم دلش میخواد پرواز کنه. ننه کلثوم قبل اینکه بیفته زندون چند تا درخت زردالو داشته، خودش درخت رو تو حیاط خونش کاشته بوده، اما الان چند سالی که درختشو ندیده. دیروز که جوونه های لوبیا رو دید بغض کرد. آخه تازگی ها لوبیا گذاشتیم لای دستمال تا سبز شد. ننه کلثوم برام از شکوفه های زردالو میگه. من تا حالا شکوفه ندیدم، چون درخت سپیداری که پشت دیواره شکوفه نمیده. دیروز من و ننه کلثوم یه قوطی خالی پیدا کردیم، توش یه هسته زردالو کاشتیم. هسته زردالو مال یکی از درختای ننه کلثوم بود، تا الان توی کیسه پولش بوده. حالا منتظریم هسته زردالو سبز شه. به ننه کلثوم میگم کی سبز میشه؟ به هم میگه دور نیست، هر وقت پرنده تو بال زد هستم سبز میشه. قرار شد اگه به هسته آب بدم و مواظبش باشم درخت مال من بشه. اون وقت اگه باریش کوچولم بزرگ شه و از پیشم بره دیگه تنها نمیمونم. شاید اصلا باریش کوچولو بیاد و رو درختم لونه بسازه، اون وقت همه با هم. نامه 38 22 آوریل. باریش کوچولو خیلی بزرگ شده، دیگه وقتیشه پرواز یاد بگیره. بعضی وقتا میگیرمش تو دستم میرم بالای تخت دو نفره. نوران زیر تخت چند تا بالش میذاره، بعد دستشو گرد میکنه و میگه یه دفعه نندازیش، آروم ولش کن. منم آروم آروم دستمو باز میکنم تا پرنده بیفته تو دست نوران. ما موفق شدیم، الان یک کوچولو بال میزنه، همین روزاست که پرواز کنه. امروز به هسته زردالوم سر زدم، هنوز جوونه نزده. اگه هیچ وقت جوونه نزنه خیلی تنها میشم، چون باریش کوچولو همین روزا پرواز کردن یاد میگیره و میره. نامه 39 25 آوریل. میدونی امروز کی اومده بود ملاقاتمون؟ مامان باریش کوچولو. صبح که باریش کوچولو رو برده بودیم تو حیاط، یه پرنده بزرگ بالا سرمون چرخید. نوران گفت فکر کنم مامانشه، اما پایین نمیاد، از آدم ها میترسه. اما چند دقیقه بعد پرنده اومد و نشست رو زمین. خیلی ها تو حیات بودن، ملاقه‌ای، نوین، ننه کلثوم، حتی خاله سلطان. پرنده اومد و درست نزدیک باریش کوچولو نشست. بعدش بالاشونو به هم زدن و نوکشونو به هم کشیدن، انگار هم دیگر رو بوس میکردن. مامان باریش بهش گفت باباتم میخواست بیاد، اما کارش زیاد بود، دفعه بعد میاد دیدنت. خوش به حال باریش کوچولو، باباش زن جدید نگرفته. ننه کلثوم وقتی مامان باریش کوچولو رو دید گریه کرد، چون دوباره یاد بچه های خودش افتاد. بچه های ننه کلثوم هیچ وقت بهش سر نمیزنن. اینجی تو میدونی چرا؟ نامه 40 27 آوریل. اینجی دوباره تنها شدم،
دیروز در حیاتو باز نکرده بودن. آخه روز ملاقات بود. نوران از لای میله ها آسمونو نگاه کرد و گفت ببین کی اینجاست؟ دوباره سر و کله مامان باریش کوچولو پیدا شده. ولی مامانش نبود، باباش بود. حتما اومده بود ملاقاتش. باریش کوچولو تا باباشو دید بال زد، میخواست بره پیش باباش، اما ترسیدیم بخوره به میله ها و زخمی شه. برای همین گذاشتیمش تو قوطی شیر خشک و آروم از بین میله ها ردش کردیم. وقتی قوطی از میله ها رد شد، باریش کوچولو از توی قوطی پر زد و رفت پیش باباش. اولش دلم نمیخواست بره، ولی نوران گفت اگه نره قصه میخوره. منم دیگه حرفی نزدم، ولی بعد این که پر زد هممون ترسیدیم. میدونی چرا؟ چون درست همون موقع یه گربه از دیوار حیاط اومد پای. همه سعی کردن از پشت میله ها گربه رو فراری بدن. یکی کف میزد، یکی هو میکشی، یکی قوطی کبریت پرت میکرد. همه ترسیده بودیم بره سراغ باریش کوچولو و باباش. من تا الان فکر میکردم ننه زایده از هیچ که خوشش نمیاد. اما نگو، باریش کوچولو رو دوست داره، چون تا گربه رو دید پاکت سیگارش رو پرد کرد سمتش. وقتی پاکت روی زمین افتاد ازش 3 سیگار اومد بیرون. دیگه خبری از باریش کوچولو نشد. من خیلی گریه کردم، چون فکر کردم گربه خوردتش. نوین رفت پیش خاله کلیدی، همون جوونه که تازه اومده. بهش گفت میشه یه لحظه در حیاتو باز کنید؟ آخه پرنده ما پریده بیرون، میترسیم گربه حسابشو برسه. نگهبان چشماش درست شد. مگه تا الان پرنده نگه میداشتین؟ تو سلولا قدقنه؟ آخرشم نذاشت بریم بیرون. امروز تا در حیات باز شد رفتیم بالا سر قوطی شیر خشک. نوران گفت گربه نخوردتش، وگرنه پراش میرخ رو زمین. خاله اینجی دعا کن گربه باریش کوچولو رو نخورده باشه. تازه هستی زردلو هم سبز نشده، با اینکه خیلی مراقبشم. یعنی الان باریش کوچولو کجاست؟ نامه 42 28 آوریل. امروزم از باریش کوچولو خبری نشد. الان دقیقاً 2 روزه. گمون نکنم دیگه برگرده. امروز اولین بار بود که دلم نمی اومد کیک بخورم. یه خوردهشو گذاشتم برای باریش کوچولو، اما خبری نشد. اگه باریش میدونست براش کیک گذاشتم فوری برمیگشت. تو اینطوری فکر نمی‌کنی؟ نامه 43 30 آوریل. از همه پرنده ها سراغ باریش کوچولو رو میگیرن. البته پرنده ها تو حیات نمیشینن، از تو آسمون ازشون سوال میکنم. همش چشمم به آسمونه. کیک باریش کپک زده، ملاقه ای هم انداختتش دور، ولی به هم قول داد اگه باریش اومد دوباره براش کیک بپزه. نامه 44 1 می. امروز تو آسمون چیز جالبی دیدم. اگه گفتی چی؟ یه بادبادک بزرگ قرمز، حتی از اونی که پارسال دیده بودی من بزرگتر. فوری نوینو صدا کردم. نوینم بقیه دخترها رو صدا کرد. یهو دیدم و همه تو حیاط جمع شدن تا بادبادک رو ببینن. قشنگ ترین بادبادکی بود که تا حالا دیدم. فوری واسه بادبادک دست تکون دادم. بقیه هم مثل من براش دست تکون دادن. نگهبان از دور ما رو دید و داد زد چه خبره؟ برای چی دست تکون میدین؟ یالا برین تو سلولا. همه اعتراض کردن. خاله سحر گفت تا وقتی لباسشو پهن نکنه هیچ جا نمیره. بعدش به خاله سلطان چشقره رفت که با هم دعواشون شد. نگهبان رئیس رو خبر کرد. رئیس با داد و بیداد اومد تو حیات. من میدونم همه این آتیشا زیر سر این دختر هاست. بالاخره مچشون رو گرفتم. باید بفهمم بادبادک از کجا اومده.
بعدش نگهبان رو فرستاد تا ببینه بادبادک از کجا هوا شده. اما نگهبان چیزی پیدا نکرد. رئیس همش حرفای بد نثار اینو اون میکرد. آخرش دستور داد با شلنگ به بادبادک آب بپاشن تا بیفته. ولی بادبادک خیلی بالا رفته بود. آخرش باد تند شد و آب ریخت رو سر و کله رئیس و نگهبانو. باید میدیدی همه از خنده روده بر شدن. حتی تفنگ نگهبان هم خیس شد. رئیس یه باره از کوره در رفت و داد زد: احمقا شلیک کنید، به بادبادک لعنتی شلیک کنید. نگهبانا هم با لباس خیس تفنگ دست گرفتن و آماده شدن. صدای شلیک اومد. یکی، دوتا، سه تا، تیراشون خطا می رفت. گریه کردم و داد زدم: چرا این کارو می کنید؟ بهش شلیک نکنید. اما رئیس عصبانی تر فرمان شلیک داد. تفنگ یکی از نگهبانا از کار افتاد چون توش آب رفته بود. بادبادک دیگه دور شده بود. قیافه رئیس درست مثل آقا پیره سرخ شده بود. همش این ور اون ور می رفت. آخرش با داد و فریاد دستور داد همه برن تو. برات نگم بهتره. اینجی چرا رئیس اینقدر از بادبادک می ترسه؟ نامه آخر، دوم می، همچنان بهار. این نامه رو با نوین می نویسم. ولی فکر کنم آخریشه، چون دیروز وسایلشو جمع کرد. ملاقه‌ای و نوران و سویمم وسایلشونو جمع کردن. نه اینکه خودشون بخوان، رئیس مجبورشون کرده. قراره برن یه زندان دور، قراره تبعید بشن. رئیس امروز تو سلول میگفت: فکر کردید اینجا هرکی هرکیه؟ اول واسه خودتون سرگروه انتخاب میکنید، حالا هم دستور نگهبانا رو گوش نمی کنید؟ می فرستمتون جایی که باید. خاله اینجی، حالا من چجوری برات نامه بنویسم؟ خودم که نوشتم بلد نیستم. البته آبجی سلما هنوز پیشمونه، اما من که از نامه های آبجی سلما چیزی نمی فهمم. ولی به هم قول داده از این به بعد هر جور که خودم خواستم برام نامه بنویسه. از روزی که رئیس دستور تبعید داده، خط بین ابروی آبجی سلما هم عمیق‌تر شده. سلول شما حالا خالی شده، نه تختی توش هست نه فرش. میگن قرار انباریشه. زنای دیگه از سوراخ قفل توشو نگاه میکنن و عشق میریزن. حتی خاله سلطانم ناراحته، میگه نمیدونه کی براش نامه بنویسه. دخترا وسایل اتاقشون رو فرستادن برای خانواده هاشون. توی زندان جدید حق وسیله ندارن. از روزی که فهمیدم قرار اتاقتون خالی شه خیلی گریه کردم. حتی وقتی نوین به هم گفت قصه نخورم اشکم بند نیومد. از نوین پرسیدم: آسمونه جایی که میریم بادبادک داره؟ بهم گفت: تو آسمون همه جا بادبادک پیدا میشه، به شرطی که شما اونجا باشید. خاله اینجی، حالا خیلی تنها شدم. دلم میخواد زودتر از زندون برم بیرون، ولی فعلا نمیتونم. شاید یه روز تونستم، یه روزی که بزرگتر بود. شاید اون روز منم دوباره آسمون بیرون از زندون رو ببینم، مثل همون بادبادک قرمز.